بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه 20 ماه آپریل سال 2016 میلادی و برابر است با اول اردیبهشت 1395. متاسفانه از دیروز با خبر شدیم که آقای صبری حسنپور، برنامه ساز مجری تلویزیون رهایی تیوی، که بعدن ایشون میگفت سیمای رهایی، بعضی هم با سیمای آزادی تلویزیون مجاهدین اشتباه میگرفتن، در ایران دستگیر شده. البته طبق معمول خبرها دقیق نیست، چون یه طرف سیستم خبرگزاری دولتی ایرانه که دروغ و دروغ، یه سری سیستم خبرگزاری اپوزیسیون هست که هیچ کس معلوم نیست، بی عکس و بی اسم و بی نام و بی رسم، و هر کسی آمده و یک صفحه خبرگزاری درست کرده و هر چی دلش میخواد می نویسه. اتفاقا روی یکی از اینا دیدم، نمیدونم جامعه جمع آنلاین یه چیزی نوشته بود به گزارش خبرنگار ما، بعد دیدم درست کپی اون خبرگزاری دیروز رو یه جای دیگه نوشته بوده و این کار رو چه کسی و کی میخوان درستش کنن من نمیدونم. ولی واقعیت اینه که من وقتی که با خبر شدم که آقای صبری حسنپور دستگیر شده، حالا چه در ایران چه در ترکیه، ایشون رو به اصطلاح دزدیده باشن، رباییده باشن. یادم اون وقتا آقای عزیزان یه دفعه نوشته بود ربایشه، گفتم ربایش دیگه چیه. در صورت یه سری از جمله آقای عزیزان میگه که ایشون رو از ترکیه دزدیدن و این آقا انقدر احمق نبوده که بلندش با پای خودش بره ایران. در خبری که ما دیروز گرفتیم و روی فیسبوک گذاشتیم، اونها نوشتن که ایشون برای دیدار خانواده آمده ایران، شهرهای اصفهان و تهران و شیراز و کرج رو هم رفته، بعد دستگیر شده. حالا کی، کجا، کی، چه کسی، بعدن یکی یکی معلوم میشه. امیدواریم که این بنده خدا از این مهلکه جون سالم به در ببره. من امروز وقتی که دیدم آقای سرهنگ فرهومند از سوئد در رادیو کیان ایران، که الان یه ماه تقریبا 20 روزه داریم برنامه هاشون رو روز 3 ساعت ما هم پخش میکنیم، درباره ایشون صحبت کردن، من تماس گرفتم و ایشون هم لطف کرد به من وقت داد، صحبت کردم درباره آقای حسن صبری. حالا چرا من بیش از حد ناراحتم؟ برای که بعضی وقت آدم یک کاری میکنه، بعد فکر میکنه اگه من این کار رو نکرده بودم شاید سرانجام این بند خدا این نمیشد. بعضی وقت آدم میگه نه آقا، خب منم مثل هزار تا وسیله دیگه یه وسیله بودم. من با آقای حسن صبری 4 سال پیش آشنا شدم از طریق فیسبوک و ایمیل. ایشون نوشته هایی رو میفرستاد و منم خوندم و اینا، دیدم جالبه، دعوتش کردم، یکی دو بار مهمان برنامه بود، بعد دیدم خیلی علاقمنده به برنامه های تلویزیون اینها، گفتم خب چرا برنامه نمیذاری؟ و برنامه گذاشت و شروع کرد. و اگه برید الان اسم ایشون رو بزنید، صبری حسنپور، مردم تیوی، سوربی، میاد ویدیوهای 4 سال پیش و آمدند و برنامه رو گذاشتند و اینها. آدم بسیار خوبیه، انسان شریفیه، کار میکنه در هلند در استودیوهای هلندیا و اشکالش اینه که خیلی زود عصبانی میشه. شاید شما که برنامه رو دنبال میکنید بدونید من یکی دو بار هم صحبت کردم، گفتم مثلا ایشون آمد از ما یه سرویسی خرید، اینجا بهش میگن ویدیو استریمینگ، همون چیزی رو که مثلا شما با یک کامپیوتر برنامه هاتو میذاری بعد تمام دنیا میبینن، اینو یه جایی باید از طریق سرور اونها پخش کنن بیاد روی اینترنت، که اگر 100 نفر، 1000 نفر، 1,000,000 نفر بیان، کامپیوتر شما منفجر نشه از گرما یا هلاک نشه یا اینترنتتون به اصطلاح، در اصل چیزای تکنیکی که من نمیخوام واردش بشم. ما به ایشون ویدیو استریمینگ میفروختیم و خب این کار دیگه ما از تلویزیون CNN و ABC و نمیدونم اینها که بالاتر نیستیم، از ناسا که بالاتر نیستیم، از
دولت آمریکا که بالاتر نیستیم، گهگاهی اینترنتشون اشکال پیدا میکنه، شرکت های هواپیمایی گهگاهی اینترنتشون اشکال پیدا میکنه. ایشون ناراحت شد، یه دفعه گفت که نه آقا، من یه سرویسی میخوام که 100% کار کنه. گفتم آقا ما همچین سرویسی نداریم، اصلا همچین گارانتی و ضمانتی وجود نداره. بعد از 2-3 روز تماس گرفت، گفت من پیدا کردم و یه شرکتی هست تو آلمان و اینجوری و اینجوری و اینها، و اینها 100% گارانتی میکنن، اگر یه وقتم اشکالی پیش بیاد پولشو میدن. گفتم خب همون که میگه اگر یه وقت اشکال پیش بیاد یعنی 100% گارانتی نیست، حالا شما برو. رفت و بعد از 3 هفته برگشت، گفت آقا دستم به دامن تو. ماجرای همون کفن دزد اولی هست. گفت که اینها دیگه هر روز قطع میشد و فلان، نگفتیم اوکی. دوباره آمد، دوباره یه مدت دیگه گفت پول ندارم، این دوستان فقط میان به به و چهچه میکنن، تلویزیون رهایی فلان اینا پول نمیدن. من حتی یه کمی یادش دادم، شاید به همین خاطر بیشتر ناراحتم، کاش که گفته بودم آقا خب راست میگی، نه برو دنبال کارت. بهش گفتم بابا جون شما نمیفهمی که این سوربی که 10 سال زودتر از شما شروع کرده به یه نتیجه رسیده که آقا اگه پول نگیره از اینها فایده نداره. ببخشید اینو میگم، میشه اینجا طویله، هر کسی میاد مجانی میخواد برنامه بذاره، حالا دیگه یکم هم از این بریم بالاتر میشه توالت، هر کسی میاد میخواد ادرارشو بکنه بره. آقا دم توالت ها هم یه آدمی گذاشتن برای که توالت رو تمیز نگه داره، 1 دلار از شما میگیره. وقتی هم شما میری اونجا خب دیگه مرتب تره اونجا. حالا ماها که تلویزیون داریم از اینایی که طویله دار هستن، از اینایی که دم توالت نشستن بدبخت‌ترین. هر کسی میاد تو میره آقای دکتر فلانی، آقای نمیدونم، ببخشید تو ایران تو شیراز میگفتن سکخور، سکخور فلانی، سک چیزی بود که به خراب الاغ میزدن که تندتر راه بره، این میخی بود با یه چوبی میزدن به این بیچاره. خلاصه بهش یاد دادم، گفتم بابا جون بگو تلویزیون یه ماشینه، شما هم یه راننده هستی که از جیب خودت مجانی این ماشین رو خریدی، رانندگی هم میکنی، این دوستان با انصاف شما که میخوان برن ایران رو آزاد کنن شما رو تو قید و بند نگه ندارن، پول بنزینشو بدن. ایشون هم گفت بله و الحمدلله بعد یاد گرفته بود دیگه و وضعش بد نبود، بالاخره اقلا خرج تلویزیون رو در می آورد اینها. و ایشون یادمه یه بار یه برنامه ای رو آقای نوری علا گذاشته بود، نوری علا هم همین مثل خودش که یه شرکتی باز کرده، نمیدونم سکولار فلان، جنبش بی جنبشان، جنبش تنبلار، نمیدونم حسن کچل و دوستان، اینا هم دعوت میکردن از هر جای دنیا یه کسی یه اسمی گذاشته بود بلند شو بیاد. این بنده خدا آمد جبهه نمیدونم فلان، آمد آمریکا، راش ندادن، نمیدونم به یه دلیلی اسمش روی اون نو فلای لیست بود، برگشت هلند. بعدن که در کانادا اینها برنامه گذاشتن، کانادا مثل که یه کمی آزادتره، رفت کانادا و تو اون جلسه شرکت کرد و از کانادا که برگشت گفت نه آقا این من خودم کانون دارم، من خودم نمیدونم چیز دارم، بذارید اصلا آقای حسنپور رو به اصطلاح صبری حسنپور رو نشون بدم روی فیسبوک، اگر فیسبوکش رو نبسته باشن، چون فیسبوک صفحه رهایی رو بستن، وبسایت رهایی رو هم بستن سیمای رهایی، و فقط اینجا مونده فعلا Warner's Brother، نوشته صبری حسنپور، Warner's Brother Entertainment University of Tehran. نمیدونم ایشون با Warner's Brother چه کار داشت. آقای سوربی ایشان را در ترکیه رو بودن و ایران بردن، خودشان نرفتن. بله ممنونم آقای جهانگیر شادانلو. الان این رو هم من میگم، بذارید دوستان بریم روی صفحه فیسبوک آقای صبری حسنپور و ببینیم که اونجا چه خبره، تا هست این صفحه استفاده کنیم فعلا، بعد ببینیم چه خواهد شد. ببینید صبری حسنپور این عکسش هست و این هم عکسی که از برنامه های تلویزیونیش بوده، این رو من دیروز گذاشتم، مجری ضد انقلاب، البته جلو این ضد انقلاب یه علامت تعجب من گذاشتم، چون جالبه اولا از کجا معلوم که خود آقای صبری حسنپور بنده خدا در دوره انقلاب انقلابی نبوده. این چه انقلابی که شما هر کسی که مخالفتون باشه میگید ضد انقلاب. البته من اون روز درباره فیدل کاسترو صحبت کردم، فیدل کاسترو هم همین کارو کرد. ماجرای فیدل کاسترو رو حتما برید ببینید، 2 ساعت و نیم ویدیو هست، یک کسی که باهاش 100 ساعت مصاحبه کرده اونها رو به صورت ویدیو توضیح میده.
بله جالبه، این اولینش رو که من دیدم از جهان نیوز بود، ولی امروز بیش از 200 تا صفحه خبری چه متعلق به ملاها چه به دیگران در داخل و خارج کشور این خبر رو پخش کردن. و حالا در همین رابطه سراغ یه وبسایت خبری هم که مال مجاهدین هست میریم، ولی بذارید ما این خبر رو از اینجا بهتون نشون بدیم که بعد دوستان مثل ماجرای اون آقای موسوی و میر حسین موسوی هی نگن که آقا این شایعات رو پخش نکنید. دیگه ما که دسترسی به جایی نداریم، ما بارها گفتیم ما که خبرنگار اختصاصی خودمون رو نداریم. مجری شبکه ماهواره‌ای همینجا غلط، اصلا ایشون روی ماهواره نبود، ایشون مای همین 300 400 دلار پول ویدیو استریمینگ رو به زحمت میداد. اوکی، یک منبع آگاه به جهان نیوز خبر داد، همه آگاه هستن، منبع هم هستن، هیچ کدومشون چشمه و رودخانه و اینها نیستن، همه منبع هستن. منبع آبی میدونید که بعضی وقتا آب توش نگه میداشتن کرم میزد. گروه سیاست جهان نیوز گفت که صبری حسنپور سخنگوی تشکل غیرقانونی کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران و مجری شبکه ضد انقلاب سیمای رهایی فعال در هلند. ببینید دوستان چند تا غلط. اتفاقا سر این اسم من با آقای حسنپور صحبت کردم، گفتم شما نوشتی کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران، خب مگر کنگره ملی ایرانیان هم ما داریم برای نجات هلندی ها یا دانمارکی ها؟ گفت نه دیگه، حالا من با این اسم نوشتم و به ثبت رسوندم و اینها. ولی اینجا جالبه، نوشته سخنگوی تشکل غیرقانونی کنگره. آقا این کنگره چند نفر بودن؟ کسی نبوده، بیچاره خودش تنها بوده، حالا سخنگوی اونم بوده، مثل شورای ملی ایرانیان که آقای رضا پهلوی سخنگوش هست، اینم همینه. اینا منو یاد بانک صادرات میندازن، صبح طرف زود میومد، کچلورش هم توی پلاستیک بود، وای میساد اونجا رو جارو میزد و آب و تمیز و چایی درست میکرد، بعد میرم کچلورش میپوشید، خودش میشد رئیس بانک، خودش به اصطلاح خدمتکار بود، آبدار بود، نمیدونم فراش بود، خودش رئیس بود، همه کاره بودن. اینا هم همینه. بعدم سخنگوی اون نوشته که برای نجات ایران و مجری شبکه فلان که در پوشش دیدار با خانواده خود به ایران عزیمت کرده بود دستگیر شد. پس ببینید اینا مدعی هستن که ایشون در ایران بوده. نوشته که وی در ادامه افزود، وی در مدت حضور در ایران به شهرهای تهران، اهواز، اصفهان و کرج سفر کرده است. این منبع مطلع گفت صبری حسنپور که از قبل از انقلاب در خارج از کشور به سر می برد، در ادامه صریحا علت تشکیل شبکه ماهواره سیمای رهایی را ایجاد ارتباط با جامعه ایران و انجام. بابا برید نگاه کنید روی یوتیوب، بنده خدا 50 تا بینندم نداشت. حالا از اون ور بله، آقای شادانلو هم گفتن که این در ترکیه چیز شده، گفتم آقای عزیزان هم گفته و من نمیدونم، من نه اونو میدونم که در ایران، نمیدونم در این. یکی دیگه هم نوشته خب اینم مثل فولادوند و شایان کاویانی اینها به اونها پیوست. ولی صحبت اینه که آیا امکان داره یک کسی که اینقدر از سیستم ایران میگه که آقا اینا میان میگیرن زن و بچت اسیر میکنن، پدر مادرت اسیر میکنن، بعد خودش بلند شه با پای خودش بره اونجا؟ اگر چنین چیزی درست باشه، دو تا امکان رو ما میتونیم اینجا تو الان دیگه میگن، مثلا ما میگیم تو آپشن، اونا میگن دو تا گزینه داریم. یا اینکه این بنده خدا خیلی احمق بوده باشه، یا اینکه خود اینها باور ندارن به چیزی که میگن. من بارها براتون گفتم مثلا آقای سید چیه این محمدی، سید حسین محمدی یا سید محمد حسینی که بهش میگفتن فرخزاد ملاها، ایشون وقتی آمده بود اینجا از یه طرف میگه آقا آخوندا میگیرن میزنن تجاوز میکنن پدر مادر طرف اسیر میکنن چوب تو آسینشون میکنن، از یه طرف وقتی که آقای چیز حسینی کی اسمش بهش میگه که تو وایس اف امریکا خب شما که این حرفا رو میزنی نگران خانوادت نیستی، احمق میگه که خانواده من خیلی دموکراتم. آخه خانواده تو دموکرات بودن چه کار آخوند داره؟ آخوند میره اونا رو میگیره،
پس داری دروغ میگی، یه جایش دروغ میگی، یا این ورش یا اون ورش. حالا این که ممکنه یه کسی فریب بخوره، بعد از یه مدتی، اینم گزینه سوم اضافه کنیم، بعد از یه مدتی هومسیک میشه، غربت بهش دست میده. آقای حسنپور دخترش رو از دست داده بود، دختر جوان از دست داده بود، خیلی عصبی بود، سیگار میکشید، ناراحت بود، با من بعض وقتا درد دل میکرد و اینها. در هر صورت بله، این امکان داره که یه نفر بگه آقا حالا که روحانی آمده، حالا که این آمده، این آمده، اینها اینجوری شدن، ملت رفتن آمدن، هیچ خبری نیست، هر کسی تو سوئد پاسپورت میگیره میره میاد فلان، نه ما بریم، حالا ایام عید هم هست، سر اینام شلوغ، ما بریم. اینم یه امکانشه. حالا چجوری ما معلوم میشه کی کجا؟ متاسفانه باید یک صبر کنی، دو چون همه دروغ میگن، میگم از آخونده که داخله دروغ میگه، راستش رو نمیگه، تا این سرویس ها، این یکی ببین نوشته منبع مطلع ما، اون یکی نوشته با خبرگزاری خودشون. آخه چرا دروغ میگی؟ بگو من از این گرفتم، اون یکی هم بگه از اون گرفتم و ما بفهمیم این خبر صد دست دست به دست شده. در هر صورت الان هیچ چیزی مهم نیست جز این که آرزو داشته باشیم، امیدوار باشیم که این آقای صبری حسنپور که یه تلویزیون اینترنتی راه انداخته بود به یه عده‌ای مثل دکتر آبرامه یه عده‌ای، ببخشید نمیخوام بگم همه مفتخور، یه عده‌ای مفتخور این برنامه رو میداد، ایشون صحبت میکرد. یکی از اینا آقای ایرج مصداقی بود، ایرج مصداقی جدا شده از مجاهدین. حالا جالبه وقتی من با آقای صبری حسنپور شروع کردم، یکی من گفت آقا این مجاهده ها مواظبش باش، گفتم من خیلی از دوستان مجاهدن، من تنها تلویزیون ایرانی هستم، برید بپرسید، برید از آقای فیلابی بپرسید، تنها تلویزیون ایرانی در آمریکا که وقتی مجاهدین توی لیست تروریستا بودن من به اینا برنامه دادم، نه با نرخ 1 میلیون، با روزی 5 دلار و 10 دلار، چون اون دوستمون گفت من کارگرم، من ماشین توتراک رانندگی میکنم، توتراک یعنی این جرثقیلای کوچیک هست توی پمپ بنزینا میان، ماشینتون از کنار جاده خراب باشه بنزین بهش میدن، باتری بهش چارج میدن، یا ورش میدارن ورش رو تعمیرگاه خودشون، به اینا میگن تو تراک. بعد گفتم باشه هر قد داشتی بده، و ماهی 300 دلار. بعدم گفت ندارم، ماهی 150 دلار، و من هر روز پخش میکردم. گفتم خب مجاهد باشه دیگه چه بهتر. بعد گفتن نه آقا این مجاهده در نقش اینجوری میخواد بیاد. حالا یه وبسایتی هست که من به اینا میگم آفتاب داران، اسمشون رو خودشون گذاشتن آفتاب کاران. آفتاب کار میدونید آفتاب کارش اینه که وقتی میاد یه جایی روشن، پاکی، انرژی میده و همه ازش خوششون میاد، درسته؟ شماها آفتاب دار هستی، یعنی پشت سر رجوی و مریم رجوی باید راه برین، هر وقت اینها به قبر پدرشون یه کاری کردن شما با آفتاب تمیزش کنین. برای اینا امروز نوشتم اگه شما مجاهدین چرا خجالت میکشید بگید مجاهدین؟ اینقدر مجاهد بودن بده؟ خب یه مدتی اینایی که مجاهد بودن میگفتن نه، خود آقای فیلابی دوستای دیگه خاک بر سرم کنن، من لیاقت ندارم مجاهد باشم، یعنی حقیقتا من ترسو هستم، من هوادارم، شادم به دلایل امنیتی آمریکا بوده. خب الان که دیگه آزاد شدید برید مجاهد باشید، زن و بچه رو بردارید برید عراق، در اون کمپ لیبرتی آزادی بخش هر کاری دلتون بخواد برید آزاد کنید. خب آقای حسنپور آمد، یه مدت دیگه یکی من تماس گرفت آقا این مأمور جمهوری اسلامی ها، گفتم بابا به من گفتن این مجاهده. یکی دیگه تماس گرفت آقا این طرفدار پادشاهیه، گفتیم بابا تا اونجایی که ما میدونیم این با همه صحبت میکنه. یک کاری رم که از تلویزیون مردم یاد گرفت و کپی کرد، یک کمی هم از لحاظ مالی به ضرر من شده بود، کمک به پناهجویان بود، ولی من خوشم میومد که یه نفر دیگه هم این کارو داره میکنه، همین که یه پناهجویی بیاد با این مصاحبه کنه، بعد بره بگه آقا من اگر هیچ دلیلی هم نداشتم امروز این دلیل رو دارم، من نمیخوام برم ایران. خب حالا براتون وبسایت آفتاب کاران و آفتاب داران رو نشون میدم، و اگر اینها یکیشون جرأت کردن بیان صحبت کنن. اتفاقا یه ویدیو رو دیدم از آقای حسن عباسی که بعضیا به عنوان، یعنی بعضیا که خودش اصرار داره به عنوان سیاوش اوستا بشناسنش، ایشون داشت میگفت همین چیزی رو که ما میگیم، آقا بیاین صحبت کنید، خانم بیاین صحبت کنید، نه یه کسی بی‌نام و نشان، آقای علی از کانادا، آقای مهرداد از
کالیفرنیا بگن ما مجاهد نیستیم ولی نمیخوام آقا این ولی رو ما نخواستیم. یه نفر بیاد بگه من مجاهدم. حالا تازه مرداد وقتی لطف کرد و آمد و نشست جلو دوربین، تازه یه عینک آفتابی زد که خیلی ها من گفتن آقا این چیه، این کوره، نابیناست. بابا کارمون خرابه. من در رادیو کیان ایران امروز صحبت کردم، گفتم آقای فرهومم شما سرهنگ شهربانی بودید، من این همه برنامه‌تون رو گوش میدم، هیچ وقت ندیدم بگید برید بزنید بکشید، من میخوام بیام. اینا چیه که تا یه میکروفون یه دوربین میشینن جلو و میکروفون دستشون میفته یه دفعه خدا میشن، اصلا از قالب خودشون جدا میشن. شعر گفتم خدا میشن ز قالب خود جدا میشن. آقای صبری حسنپور عزیز من، اگه رفتی خانوادت رو ببینی که خب اشتباه کردی رفتی ایران، ولی اگه رفتی ترکیه و اونها اونجا دستگیرت کردن و فلان، همین الان این مهداد حلالزاده برای من نوشته if you know then that's it، بله برای ایشون نوشتم که کاکو جون سلام، امیدوارم همه چی خوب باشه، اگر اینها مجاهدن پس چرا قایم میشن؟ اگه مجاهد نیستن چرا اینقدر وقتشون شب و روزشون رو گذاشتن برای مجاهدین؟ بعد ایشون نوشتی خب اگر شما میدونی همینه دیگه. ببین جواباشون هم اینجوریه، یعنی یه ماجرایی بود اون وقتا میخوندیم که یک پادشاهی، این پادشاه هم دیوونه بودن ها، مثلا به یه شاعری میگه که باید بیای به قصر من نه لخت باشی نه لباس پوشیده باشی، اون بدبخت هم نه پیاده باشی نه سواره باشی. این داستانه رو شنیدید؟ بعد میگن این شاعر آدم باهوشی بوده، دانشمندی بوده، یه توری میندازه روی الاغی، یه پاشو میکنه تو توری، با یه پای دیگهش هم میپره همراه این الاغه میاد، و هر کی میگن این سوارش میگن نه بابا این داره میپره، میگن پیادهش میگن نه بابا یه پاش سواره، میگن لخته میگن نه توری پوشیده، میگن لباس پوشیده میگن نه این توریه. خب این آقای مهرداد عزیز این چه پاسخیه؟ شما به من بگو چرا مجاهدین با 50 تا اسم مختلف وبسایت های مختلف داره؟ چرا؟ برای که میخواد هر کسی رو به یه طریقی کلک بزنه، گول بزنه؟ آخه این همه آدم ها رو گول زدید، از عراق بردید گفتید که از اروپا باید بیا، چه کار کردن؟ از اروپا گفتن باید بیاین عراق، بعد از عراق بهتون ویزا بدیم برید اروپا، یا از پاکستان یا از ترکیه، کجاش چی شد؟ آخرش همشون شما رو ول کردن، همشون شما رو ول کردن. من میگم الان دینگ دینگ زنگ میزنه سازمانی که نمیتونه اونهایی رو که با جان و دل رفتن بهش پیوستن، آقای جمشید تفرشی برادرش که کشته شده اینها رو نگه داره، چجوری انتظار داره افرادی رو که کلک زدن بردن اونجا وایسن؟ خب این نشون میده اینها حماقت دارن. اتفاقا امروز با آقای یزدان خدابندلو صحبت میکنیم ساعت 3 بعد از ظهر، ایشون درباره همین، یه بارم آقای عقیلی پور صحبت کرده، یه بارم تیمسار آریان پور صحبت کرده، درباره خدمت چی میگفتن ارتش و اون نظام وظیفه، که بله وظیفه هر انسانی هست که به وطنش خدمت کنه، در مقابل دشمن ایستادگی کنه، ولی قرار نیست شما یه شخصی رو، اونم مخصوصا این بیچارهایی که بچه که گیرش میمد میگه خدا رو شکر بچه پسره، حالا کمک خانواده میشه، از 15-16 سالگی میرفت کار میکرد یا با پدرش تو مزرعه فلان، اینو بر میداشتیم میآوردی تو شهر، مایی نمیدونم 13,000 مایی 13 تومن، چقدر 13,000 درشایی بود یه همچیزی، یا 17,000 درش، من یادم به تو هوا برد یه قاب عکسی بود، یه تومنی، یه 5,000، یه 2,000، یه درش، یه چیزی اینجوری قاب گرفته بودن. آخه خجالت بکشی، این حقوق قاب گرفتن داره؟ بعدم نوشته بودن که ما اینو میذاریم که سربازان بدونن که کسی پولشون رو نخوره. خاک بر سرتون، سرباز اصلا اینو مینداخت تو سطل آشغال، پول یه حمام 2 تومن بود اون موقع، اما شما پول یه ما بهش میدادی 17. تازه چی جوکم میساختن میگفتن که آره این ارتش خیلی خوبه همه چی میده، اونی هم که نمیده پولشو میده، منظورش اینه که یعنی اگه میخوای بری خانم بازی پولش هم میده. من نمیدونم این بیچاره ها با 17,000 درشای کجا میخواستن برن. پادگانایی که حمام نداشت، شما باید هفته یه بار میمدی بیرون میرفتی حمام میکردی، با
بابا خراب بود، اشکال داشت، الان هم اشکال داره. دیروز من وقت پیدا کردم این ویدیویی که خانم نزهت یحیی‌زاده فرستاده بود، بابا رو دعوت کردم، یه نویسنده است، یه محققه، منم دعوتش کردم، من باهاش مخالفم آقای شاهین نژاد، ولی همین که شهامت داره میاد با یه مخالف صحبت میکنه، باهاش با احترام برخورد میکنه. بابا رو بردم تو برنامه آقای دکتر نصر اصفهانی، نمیدونم ماشاءالله ایشون الان 80 90 120 نمیدونم چند سالشه، ایشون وزیر دوره شاه بوده. بابا شاه مرد، قصه خلاص، بلند شدن آمدن با ساز و دهل رفتن توی مجلس آمریکا. اینا فکر کنن مجلس آمریکا مثل مجلس ایرانه، باید پارتی داشته باشه. شما برو وایسا اینجا یه ساعت تو صف وایسا، میری داخل، اسم بنویس رو اینترنت، به نوبت میدن میری داخل، دو روز برو اونجا رستوران دوربر اونها نهار بخوری، دو تا سه تا از اینا رو میشناسی، باهاشون آشنا میشی، برو باهاشون صحبت کن، زنگ میزنی، قانونه، حق توئه که منی که برای ویرجینیا هستم، دو تا سناتور ویرجینیا و نماینده این دیستریک این منطقه به من وقت بدن برم تو آفیسشون صحبت کنم. من سالها پیش یه ماشینی خریده بودم، این رو نو خریده بودیم، ضمانت داشت و چند تا راننده وقتی میخواستن پاشونو بذارن روی ترمز، این گاز و ترمز خیلی نزدیک هم بود، میدونید که راننده های کامیون باید پوتین بپوشن و این بوت یا پوتین خیلی پهنه و اینا پاشونو که میذاشتن رو ترمز رو گاز هم بود هنوز. ما اینو بردیم گفتیم آقا این چیه، این دیزاینی که کردید انقدر نزدیکه، اینو باید جدا کنین و اینها. اونا زیر بار نرفتن. یه آمریکایی که اونجا بود به من، پیتر، حالا هر جا هست یادش بخیر، پیر بود فکر کنم دیگه الان فوت شده، 30 سال پیش، گفت که اینو بگیر این هاوس آف رپرزنتیتیو. من گفتم این چیه هاوس آف رپرزنتیتیو؟ رپرزنت میکنن شما رو، یعنی اینها شما رو. اون گفت این نماینده، گفت ویرجینیا هست یا مریلند؟ گفتم ویرجینیا. گفت این نماینده تو اینه، به این تماس بگیر بگو اینا هم چی کاری کردن. و من زنگ زدم درستش کردم، پول اون روزایی هم که ماشین اون خوابیده بود به ما دادم. اینجا اینجوریه. حالا آقای نصر اصفهانی آمده اینجا مخفیانه، سرهنگ نمیدونم سرشار برداشته برده اونجا، کی؟ چهار تا پیر و پاتال و ببخشیدا، حالا آقای سرهنگ سرشار یه وقت بهش بر نخوره، ولی اینجا به همچین کسا میگن اولد فارتس، یعنی گوز کهنه. عوض میخوام آره، گوز تازه چیه که گوز کهنش چی باشه؟ اولد فارت کلاب. بلند شدن رفتن اونجا، یک نماینده ایم به اینا قول داده بله من انجام دادم، اینا حالا اومدن همه بیرون، فکر کردن بله، گفتن شما برید آخوندام سرنگون میکنیم، شما رو میکنیم شاه، شما میشین نخست وزیر، شما میشین وزیر و فلان، شما میشین رئیس شهربانی. آمدند و سر و صدا و شلوغ و پول دادن به این و اون و مصاحبه و فلان و بیسار، برگشتن اونجا. حالا آقای شاهین نژاد رفته تو برنامه ایشون راجب انتخابات آمریکا صحبت میکنه، خیلی قشنگ تحلیل میکنه، درست همون چیزی که من گفتم که تو آمریکا 30 سال هستم، که آقا دموکرات ها و ریپابلیکن ها شدن دو تا شاخه یه درخت، یعنی دو تا درخت مختلف نیستن، یکیش مثلا همیشه سبز باشه یکیش میوه بده فلان، نه، دو تا شاخه یه درختن، وقتی میای پایین این دوتاش یکیه. شرکت ها هم چی کار میکنن؟ به دوتاشون پول میدن که هر کی برنده شد حق اینا رو محفوظ نگه داره. اینو صحبت میکنه. بعد آقای نصر اصفهانی سوال میکنه راجع به چی و اینا، اون آقای شاهین نژاد خیلی قشنگ میگه متاسفانه این گروه های اپوزیسیون نتونستن با هم متحد بشن، جمع بشن و هیچ برنامه ای هم نیست. یه دفعه آقای نصر اصفهانی میگه نه آقا شما خبر نداری، ما وقتی شروع کردیم 10 تا سازمان به ما پیوست، بعدم الان 35 تا سازمان. آقا 35 تا از خودت پیرتر، شما نگاه خودت بکن، حالا منم عینکی هستم، منم پیرم، منم کلسترول دارم فلان، ولی خدا وکیلی یه روز بیا به مردم بگو روزی چند تا از این قرصا باید بخوری تا صبح بیدار شی، چند تا بخوری تا شب بخوابی. آقا این مزخرفات چیه؟ بعد خانم نزهت یحیی‌زاده آمده با حال و شور و هیجان نوشته که آقای شاهین نژاد شما نبودید که رنسانس شروع کردید، آقای دکتر شجاع‌الدین شفا بوده. حالا ما نمیخوایم بگیم اون چه غلطی کرده که چه غلط شاهین میخواد بکنه، ما میگیم اون چه تاج گلی خانم نزهت یحیی‌زاده به سر شما و
خودش زد که آقای شاهین نجات بزنه. این بنده خودم یه مدت دیگه پیر میشه مثل شما، اگه از دست شماها دیوانه نشه. اتفاقا بهش گفتم اگه دوست داری بیا، ولی اینجا میدونی اینجا بهش میگن کراس فایر، خط آتش. یعنی شما وقتی میایی من خودی غریبه دوست رفیق پول داده برنامه خریده حالیم نیست. تازه اونایی که پول میدن برنامه میگیرن، من هی بار رعایت کنم بگم نه این، ولی بازم میگم دیگه شما که مهمان من هستی. حالا ببینیم که اینها میتونن دارن اون چیز رو، نمیخوام بگیم چی رو دارن ندارن که بیان یا نه. anyway من سالها پیش با آقای مو پارسی فرزاد دوست خوبمون، اسم اصلیش مصدق پارسای هست، و سالها پیش که من دفتر بیمه داشتم، American Insurance Agency مال من بود و تو کار بیمه بودم، با ایشون آشنا شدم و کار میکردیم و دیدم آدم بسیار خوبیه، گرچه طرفدار تیم کبوی تگزاسه، ولی دالاس ها، ولی چون من طرفدار تیمی نیستم با هم دوستیم، و برای من یک کارت تبریک فرستاده بودن ایشون. این رو گفتم با شما هم، جالبه این کارت تبریکاری که میفرستن، خب ضمن اینکه به شما تبریک میگن، میخوان بگن که ما هم هنوز با هم هستیم و دوستیم و شما جای دیگه نرو و کار خوبیه. خلاصه بعد یه سری میگه که مثلا توی این روز مثلا یو اس این هیدروژن بمب انداخت روی پاسیفیک، موراکو نمیدونم این کار کرد، اون کار کرد اینها. بعد میگه که و اما حالا بهتون بگیم که اون موقعی که شما دنیا آمدی 60 سال پیش، میانگینه درآمد یک خانواده آمریکایی 4783 بوده، الان 53657. ما کاری نداریم یکی 500 هزار دلار میسازه، یکی در سال 20 میسازه، میانگین وقتی حساب میکنن، میگفتیم میانگین یا معدل، اون خانواده 10000 دلاری با اون خانواده 1 میلیون دلاری، میگن آقا اینقدر خانوار یا خانواده در آمریکاست، اینقدر درآوردن، پس هر کسی اینقدر، میانگینه 4783 بوده 60 سال پیش، حالا 53657. نیو دامستیک کار، میگه ماشین های داخلی، تورید داخلی، شبلت، جیمز، این جیمزی که ما میگفتیم تو ایران جی ام سی جنرال موتور کمپانی هست، یا فورد یا کدیلاک یا اینها، بوده 1877، الان 24160. و خیلی جالبه بعضی چیزا مثلا بیشتر از 10 برابر رفتن بالا، بعضی چیزا نه. مثلا نون نوشته 1 پوند یعنی تقریبا نیم کیلو، 453 گرم نون اگه می‌خریدید 18 سنت براش میدادید، الان 1.43 دلار. قیمت خونه ها اوریج، باز میانگین خونه ها، یه خونه نو اگه میخواستید بخرید زیر 12000 دلار 11725، و الان در سال 2016 292300، یعنی 12000 دلار به 300 چند برابر شده؟ 20 میشه 240، 25 برابر تقریبا شده. و جمعیت آمریکا میگه در سال 1956 بوده 168 میلیون، 168 میلیون، 168 میلیون ممیز 2، الان 322 ممیز 1. و شیر اون موقع یه گالون بوده 96 سنت، الان 3.28 دلار. I hope you have a great one. و ممنونم از مصدق پارسا، مو پارسی. اگر بیمه احتیاج داشتید، ایشون برای آل استیت کار میکنه، سالهای سال هست، من که الان حدود 20 خورده سال میشناسم ایشون رو، قبلش هم ایشون تو همین کار بوده، پس با تجربه است. آل استیت توی منطقه اشتون هست، ولی اینها میدونید بعضی وقتا شما مریلند، ویرجینیا، واشنگتن رو اینها میتونن سرویس بدن. تماس بگیرید، اگرم نتونستید روی گوگل و اینها پیداش کنید به من تماس بگیرید، من شما رو معرفی کنم تا شاید برای من یه نهار بخره. نه بابا، بنده خدا هر وقت ما با هم صحبت میکنیم میگه کی میای اینجا بریم یه نهار با هم بخوریم، و هر وقتم رفتیم پذیرایی کرده. ممنونم ازش.
خب آقای صبری حسنپور فعال سیاسی، برنامه ساز و مجری تلویزیون سیمای رهایی دستگیر شد. حالا ببینیم بعد چه خواهد شد. امیدواریم اینو طبق معمول بیارن بگه آقا غلط کردم، بعد یه ویدیو هم ازش بگیرن بفرستن ول کنن بیرن بیرون، اینم بیاد مثل اونای دیگه معروف بشه و کتاب بنویسه و بعد که اومد اینجا بگه با زور بهم ویدیو رو چیز کردم. نمیدونم، ولی امیدواریم اونجا اسیر نشه به این صورت. و اما گفتم بهتون آقای یزدان خدابندلو که در مورد دو تا تاپیک صحبت میکنن، یکی جمهوری ایرانی، یکی هویت ملی. توی اون نامه، توی اون آرتیکل، توی اون مقاله وقتی نوشتن ما فکر میکنیم این دوتاش یکیه، ولی ایشون توضیح دادن برای من که نه، این دوتا مقوله مختلفه یا مقاله مختلفه و در مورد اینها ساعتها باید صحبت کنن. امیدوارم با همکاری و شرکت شما و پرسش هایی که میکنید این برنامه ها پربارتر باشه. خیلی ها سوال کردن چرا آقا تلفن باز نیست که ما با ایشون صحبت کنیم. گفتم بابا بذارید ایشون بیاد حرفشو بزنه اول، بعدن شما نظر بدید. ایشون نیم ساعت آمده صحبت کرده و شاید اگه بخواد ایشون چه از طریق فیسبوک، چه از طریق اسکایپ، چه از طریق تلفن میتونن ایشون به اصطلاح با شما در تماس باشن. حقیقتش من نمیخوام اینجا که نشستم تلفن زنگ بزنه، اونو به اون وصل کنم، تلفن رو خط باشه. اقلا اینجوری باشه که تلفن اونجا زنگ بزنه، اگه ایشون میخواد پاسخ بده، اگه نمیخواد صداش خاموش کنه، یکم بار ما رو کمتر کنه. این هم از این. و اما چهارشنبه ها معمولا ما آقای حسن اجلاری رو داشتیم. هفته پیش برنامه ایشون درست اجرا نشد، اسکایپشون اشکال داشت و اینها، و ایشون گفت که یه چند مدتی من استراحت کنم، هم خسته شدم، هم اینکه این دستگاه ها هم به اصطلاح همکاری نمی کنن. در هر صورت ایشون هم فعلا برنامه ندارن. اگه شما میخواین برنامه داشته باشید، ما الحمدلله جای خالی کم داشتیم، منتظر بودیم آقای اجلالی برنامهش به اصطلاح چند مدت بخواد استراحت کنه، جای خالی باز شده، اگه میخواین میتونید تشریف بیارید. حسن اجلالی هم گفتم چهارشنبه 20 آپریل 2016 است، 1 اردیبهشت 1395. و اما شرکت های مختلف و گوشبری های گوناگون، اگر متوجه شده باشید از بس شماها هی به من گفتید آقا چرا تلگرام نداری، چرا واتساپ نداری، اینها، اینو برای خانم لیلا میلانی هم میگم، ما هم گفتیم بابا تلگرام چیه، تلگرام مال قرن 19 و 18 و فلان بوده، ولمون کنی. گفتن نه آقا اونو نمیگیم که، این یکی. گفتیم این یکی چیه؟ گفت این یکی میگه بیپ 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 میره، اونم میگه بیپ 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 میاد، دیگه آسایش و زندگی رو ازت میگیره. گفتیم چی میره چی میاد؟ گفتن پیام، مسیج، ویدیو. گفتیم اوکی. حالا ما که بیش از 8000 نفر اینجا داریم، بیش از 5000 نفر اونجا داریم توی فیسبوک، چی کار کردیم؟ کجا رو گرفتیم؟ خانم نزهت یحیی‌زاده، اینم مثل همون 25 سال شجاع الدین شفا، که حالا ما بخوایم بیام روی تلگرام، تازه روز از نو روزی از نو. خب لطف کرد داریوش از آلمان به ما گفت یه دوتا تریکش اینه، شما گروه نباید داشته باشی، شما باید کانال داشته باشی. ما این همه کانال تلویزیون، کانال یوتیوب، کانال فلان داریم، چه غلطی کردیم، چه تاج گلی به سر خودمون زدیم که اونو داشته باشیم. حالا اونو شروع کردیم، برای دوستان فرستادیم، یکی میگه آقا این که مال خودته، مال تلویزیون مردم نیست. گفتیم بابا دوتا داریم، یکیش مردم تیوی، یکیش هم سوربی، هر کدومشو خواستید بیار. ولی اون مردم تیوی مثل این که کانال میتونی انلیمیتد داشته باشی. حالا گیرم که این 8000 تایی که تو فیسبوک بیان اونجا، من نمیفهمم چجوری ما اینجوری، چجوری اینا ما رو هیجان زده میکنن و هر جا خواستن ما رو میکشن. آقای داریوش عزیز، روی تلگرام چه چیزی شما داری که روی فیسبوک نداشتی؟ اینستنت مسیج، پیام، ویدیو، همه رو که داشتیم که، چرا هیجان زده میشی؟ حالا چرا من اینو میگم؟ یه شرکت دیگه هست یه پروگرامی رو گذاشته به نام واتساپ، یعنی چه خبر؟ واتساپ، اینا میگن واتساپ. خب این میذاره شما تلفن بزنید مجانی به هم. یه نفر از استرالیا به من زنگ زده، خب منم خیالم راحت که این مجانیه دیگه، تازه حالا نگران دقیقه هستیم که با پول تلفن اینجا بدیم. گفتیم حالا عیب نداره دیگه دوست. بعد میبینم تلفن ما دقیقه 4 دلار من رو چارج کرده. میگم چرا؟
میگه برای که شما که اینترنشنال پلن نداشتی. میگه من نمیخواستم با کسی صحبت کنم، اونا به من زنگ زده. دقیقه 4 دلار اونم برای واتساپ که شما میگید یه پروگرامیه که روی اینترنته، یعنی واقعا شده دزدخونه. دیشب کجا بود راجع به کراپشن توی آمریکا صحبت میکرد؟ آها، این آقای نوا توی The Daily Show TDS راجع به برزیل میگفت. میدونید که الان برزیل میخوان رئیس جمهورش این خانومه که هست یا ایمپیچ کنن، به اصطلاح استیزا میگفتن، بیارن مجلس ازش سوال کنن، به اصطلاح اخراجش کنن، حتی چیز قانونی اگه داشته باشه، یا بهش گفتن بیا به سلام و صلوات استعفا بده. بعد میگه خب حالا اگه این استعفا داد طبق قانون نخست وزیرش میشه، نخست وزیرش هم که از این بدتره، اگه اونم نخواین بعدش سخنگو مجلس میشه، سخنگوی مجلس هم از اون بدتره. بعد داشت به برزیل یاد میداد، میگفت شما درسته که این جشنهای زیبا رو برقرار میکنید و نمیدونم ماردیگرا هست چی هست، همه جاتون رو لخت میندازید بیرون، ولی تو کار سیاست باید یه کمی پوشیده باشید. همین کار آمریکا میکنه. بعد داشت کسافتکاری های آمریکا و دولت و پول دوزی ها و اینها رو میگفت، ولی میگفت نگاه کن چجوری میپوشونتش، چجوری قشنگ. بعد هم گفت نگاه کن این خانم لیبرتی، این مجسمه آزادی اینجا، اونم زیرش همین چیزایی رو داره که شماها دارید، ولی لخت نمیکنه خودش رو، قشنگ پوشیده اونجا وایساده، همم هم بهش احترام میذارن، ولی زیرش همون ماجرا هست. یه عکس لختی هم از اون گذاشت، اگه وقت کردید برید ببینید The Daily Show Trevor Noah. این پسر جوونیه که آقای جوونیه که به جای جان استوارد اومد، ولی با وجودی که کارش قشنگه ما دیگه چون با جان استوارد اخت شده بودیم این به دلمون به اون صورت نمیچسبه، ولی بازم قابل قبول هست. و اینم شرکت‌های مختلف، واتساپ، نمیدونم اینستاگرام، نمیدونم کوفت، زهرمار و سوء استفاده‌ای که از مردم میکنن. تشکر از مصدق پارسا، خواندن آمارهای روی کارت، این کارم انجام دادم. و اما ویدیوی جواد ظریف و نظرات موافق و مخالف دوستان فیسبوک. اولا خیلی من متعجب شدم وقتی خانم لیلا میلانی این حرفا رو نوشته بود روی چیز. حالا من بهتون نشون میدم که این دوستان چی گفتن و چی نوشتن، و اگر فیسبوک دارید حتما از فیسبوک مردم تیوی دیدن کنید، اگرم ندارید که خب نصف عمرتون تلف شده دیگه، ولی هنوز بهتر از ما هستید چون ما همه عمرمون تلف شده. اوکی بفهم. این میاین تلویزیون مردم، مردم تیوی، اینجا هم ببینید نوشته مردم تیوی، بعدم دیگه اشتباه نیست اگه مردم تیوی بزنید، عکس من اینجا، اسم تلویزیونم اینجا. ما مثل آفتاب داران پشت کون این و اون قایم نمیشیم، من خودم هستم، اینجا هستم. البته در رابطه با اینکه پشت این و اون قایم میشن، بذارید من براتون این عکس رو نشون بدم که صبح تا یه ربع ساعتی داشتم میخندیدم. حقیقتش این عکس رو من توی خبرهای کانون آوا دیدم، ولی دیدم اونی که اینو کشیده عجب به اصطلاح شم هنرمندانه و حقیقت رو داره. ببینید این گوشی تلفن از توی این سوراخ موش آمده بیرون، بعد صدا از توی گوشی آقای رجبیه که دیگه الان این کار رو هم نمی کنه. آقا مردا، آقای فیلابی، علی آقا، بابا جون، اگر ایشون مرده جانشین بذاره، اگر زنده است زخمی جانشین بذاره، نایب رئیس، نایب سلطنه، نایب ولایت فقیه بذاره، اگرم سالمه ازش پرسید آخه مرد حسابی تو رفتی تو سوراخ موش قایم شدی، خانمتو میندازیم ور و بفرما. MKA مجاهدین خلق ارگانیزیشن این عکس رو کشیده بودن. و در هر صورت ما گفتیم چی؟ گفتیم مثل آفتاب داران و آفتاب کاران نیستیم، آمدیم قشنگ اینجا نشستیم و حرفمون رو میزنیم. و بله میایین تو تلویزیون مردم، بعد فیسبوک میگم دیگه این قسمت کناراشو به نظر من یه سری بی خود، البته از یه طرفم بد نیست. مثلا اینجا ببینید ما الحمدلله یعنی افتخار میکنم، نوشته ریسپانس ما 100%، میبینید خیلی هم نوشته very responsive، یعنی به همه پاسخ میدیم،
هیچ کسو نمیگیم ما سرمون شلوغه، نمیدونم ناز کنیم و فلان اینها. و جالبه نوشته 8353 تا دوست دارین اینجا یا لایک کردن، 21 هم این هفته اومدن که یکم شکایت میکنم از دوستانی که هنوز با ما نیستن. بعد این جالبه دوستان، 28029 تا پست ریچ شده دیس ویک، این هفته این چیزایی که ما گذاشتیم، تعداد 28029 نفر آمدن به دفعات مختلف نگاه کردن، حالا چه داخل این 8353 تا بودن چه نبودن. و اما قسمتی که ما خبرها رو میذاریم، چیزها رو میذاریم، این طرفه که با هم یه مروری میکنیم و میخونیم ببینیم چه خبره. چون شما تنبل هستید نمیرید روی فیسبوک یا ندارید، ما فیسبوک رو آوردیم توی منزل شما. اولا برنامه‌های زنده رو سعی می‌کنیم تا اونجایی که یادمون باشه و باشیم منزل و نزدیک باشیم و یا یه جایی باشیم دسترسی به کامپیوتر داشته باشیم پست کنیم. دوما آمدیم اینجا، آقای افشارها میگه اولا دوما غلطه، با بگی ثانیه. بله دوستانی هم که احوال آقای افشارها میپرسید، آقای افشارها هم باز مثل آقای اجلالی گفتن یه سری کار دارن باید به کاراشون برسن، ولی هر وقت برنامه‌ای باشه لزوم داشته باشه درباره چیزی لازم باشه درباره چیز صحبت کنن صحبت میکنن، ما پخش میکنیم. بله اینجا نوشتیم با کلیک کردن روی این لینک به کانال مردم تیوی در تلگرام بپیوندید. این دوستمون خانم لیلا کلیک کرده بود میگفت جواب نمیده، بعد من دو سه بار امتحان کردم با دوستای دیگه پرسیدم عوض کردم اینها، اشتباه از من بود، همون اول اصلا نپرسیدم شما تلگرام دارید، که ایشون بگه نه آقا من تلگرام ندارم و تنها تلگراف و تلگرامی که میشناسم همون تلگرامای قدیمی بوده. دوستان فراموش نکنید تلگرام اون زمانی که اختراع شد و ازش استفاده کردن واقعا یک به اصطلاح صنعت یا یک تکنولوژی خیلی خوبی بوده که شما مثلا از مثل میزنم از فلوریدا برید توی پستخونه، تو فیلمای وسترن حتی دیدید طرف میره اونجا بعد با یه جای دیگه میزنن تخت 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 که بانک اینجا مثلا پول رو فرستاد داره میاد و اون زبان مورس که یادش بخیر این آقای جعفر معبودی، ما تو مخابرات ارتش بودیم، این به شوخی میگفت که به مورس خیلی ساده است، همش مختصر میشه به دیدی دادی به کی دادی کجا دادی چی چی دادی، بعد میگفت که اگه نگاه کنی همینه دیگه، میگفت دیدی پولتو دادی به بانک، حالا بانک پولو میفرسته برای بچت مثلا، اونم میگه که کجا پول رو دادی چقدر دادی، و همش راجع به دادنه. اینم از این ماجرا. اینجا هم این خبر رو گذاشتیم، ما دیروز 19 ساعت قبل این رو گذاشتیم. بعد از این خبر دوستان شروع کردن به نوشتن و من به این دوستان گفتم که من فردا در برنامه صحبت میکنم. اول اونها آقا رضا سنا هستن، نوشته که به جمع فرود فولادوند و شایان کاویانی پیوست، به گمانم یا به گمانم یا به گمانم که با پیوستن مهدی وطنخواه سعی و سعید سکویی به جمعشان تیم برنامه سازان در داخل ایران کامل می گردد و حتما قصد دارند که نظام جمهوری اسلامی از داخل سقوط کنند دهند، و شاید هم می خواهند که تلویزیون و یا تلویزیون هایی در داخل راه اندازی کنند تا علیه تلویزیون های خارج از کشور به مبارزه و رقابت برخیزند. ببینید دوستان، این اینایی که میگن آقا من یه چیزی نوشتم شما پاک کردی، ما پاک نمی کنیم، باید بلد باشید. این مثلا نوشته که کامنت هایی رو بیشتری رو ببینید، بعد اینجا دوباره نوشته 4 تای دیگه اینجاست، اینا رو هی اون میکنه زیر صفحه، اولش یه صفحه هست بعدش مثل یک دفتر صفحه ها رو هم میذاره. شما صفحه اول رو که دیدید باید با کلیک کردن روی این بیاین پاسخ ها رو ببینید. بعد مثلا من اینجا این دوستمون وقتی که آقای محمود معیدی، ولی خود ایشون نوشته محمود، نوشتن که نایس آی ویش وی کود سند آل ریاکشنری، من نمیفهمم منظورتون از ریاکشنری یعنی چی، یعنی اینایی که اکتیویست هستن، اکس تیف، اکس هم غلط نوشتید، اکس رو باید ای اکس بنویسید، تو امریکا دیپ ساوت، من نمیدونم یعنی تو
آمریکای جنوبی، این بنده خدا که آمریکای جنوبی نرفته، من نوشتم که من درباره این فردا صحبت میکنم. بعد ازش دلم نیامد، سوال کردم، گفتم که چرا شما به این آقای صبری حسنپور میگید که دزد و کلاهبردار سابق؟ ایشون به نظر من خیلی آدم آنستی صادقی میومد. بعد محمود جواب میده که من متاسفم، من اون رو با دیگر طرفداران شاه که معمولاً دزدان سابق هستند اشتباه گرفتن. میبی دارین، میگیم که ممکنه یه استثناء باشه. خب حالا باز بیان اینجا، من باز بهش گفتم که جواب میدم، اونم خندیده و رفته. و اما اینجا آقای عزیزان آمده خبرها رو، ببینید 13 ساعت ما اونو 19 ساعت 6 ساعت بعدش ایشون آمده گفته که آقا این توی ترکیه دزدیده شده و میگه پاسپورتش هنوز در اون هتل هست. اینم دوباره با کلیک کردن روی این لینک به کانال مردم تیوی در تلگرام بپیوندید. دوستان یادتون باشه اول باید کانال تیوی داشته باشید. داشتم راجع به این آقای ظریف صحبت میکردم. این ظریف اینجا، بذارید صداش رو ببندم، یه نفر توی جلسه ای Persian Gulf Study Center یعنی مرکز مطالعات خلیج فارس یه جلسه ای بوده که نمیدونم تو کشورهای عربی بوده یا تو ایران بوده، یه نفر سوال میکنه که آقای ظریف شما چرا هی دنبال موشک های نوع اینجوری موشک های نوع اونجوری هستید و این رو اگه خواستید ببینید، اگرم ندارید دیگه من بیش از این نمیتونم کاری کنم، دیگه نمیتونم ویدیویی رو که اونجا مردم دیدن و روش فارسی نوشته ما هم اینجا براتون هی بذاریم. متاسفانه آزمایش موشکی اخیر مستقیما برخلاف قطعنامه شورای امنیت بوده. خلاصه آقای ظریف هم یک جواب به نظر من دندان شکنی و محکمی به این آقا میده که نگو و نپرس، ولی اونا مهم نیست، مهم اینجاست. اولا خانم فهیمه فروزش لطف کردن نوشتن که چرا ایران باید موشک داشته باشه تا بتونه از به اصطلاح بتونه از اراضی خودش حمایت کنه به اصطلاح و در مقابل همسایه ها کشورهای همسایه مخصوصا عربستان سعودی به اصطلاح بتونن مقاومت کنن. من هم برای ایشون نوشتم من با شما موافقم، ولی من واقعا شوک چی میشه، همون شوکم، شوک زده شدم وقتی که میبینم دوستان دیگه اینجوری صحبت میکنن. دوستان همینجا دارم بهتون میگم تعجب زدگی من شگفت زده، شوک میشه شگفت زده، شگفت زدگی من تعجب من دلیلش این نیست که شما اشتباه میکنید، من اینجوری فکر میکنم شما اونجوری فکر میکنید. کی؟ خانم لیلا میلانی گفته که آها اینجاست که باز یه تعجب دیگه بر تعجبم که خانم میلانی اینجوری صحبت کرده، این حرمزاده فلان فلان دریده با انگشت کثیف جنایتکارش داره برای جورج بوش پیام میده که ما هم با تو موافق هستیم. دیگه جورج بوش که رفت و کاری نیست و حتی اشتباهی که جورج بوش کرد باعث شد که ضررش رو برادرش کنه و رئیس جمهور نشه. و ایشون نوشته و باور داره که و کار درستی کردی از اینکه صدام رو کشتی، این مزدور و رهبر جنایتکارش از مردم ایران دفاع میکنن، این اجنبی ها 37 سال دارن با عناوین مختلف مردم ایران را اعدام، تجاوز، سنگسار، قطع کردن دست و پا، تصاحب کردن زمین و اموال مردم ایران، تاراج کردن ذخایر و مناقصه منافع ایران همه را از آن منافع ایران همه را از آن خود و حق خود می‌دانند. جورج بوش خودش به خوبی می‌داند اگر به اروپا سفر کند امکان دستگیری او درصد زیادی دارد، چون صدام حسین نقشی در انفجار ساختمان‌های دوقلو نیویورک و پنتاگون در روز 11 سپتامبر نداشت. لیلا خانم لطف کن 28 صفحه اون چیز رو اصلا بزن، فقط 28 پیج روی گوگل میبینی. اگر صدام زنده بود این خائنهای ضد ایرانی پولهای نفت را در کلبرا خرج نمیکردن. جورج بوش با کشتن صدام حسین یک کارت بلانج به ایران داد که هر کاری دلشان میخواهد، کارت بلانک یا بلانج به ایران داد که هر کاری دلشان میخواهد انجام بدن. این رو من با شما موافقم،
چون به شما گفتم با قسمت هایی موافقم با قسمت هایی نیستم، اون قسمت ها اینه که جورج بوش با حماقت خودش عراق رو در سینی طلا دو دستی تقدیم کرد به آخوندا. یعنی درست مثل خانم فرح پهلوی و همدستان و همیاران کمونیستش در حکومت شاه که با حماقتشون حکومت پادشاهی رو دو دستی تقدیم کردن به آخوندا، جورج بوش هم همین کارو انجام داد. حالا میایم سراغ سیا شیرازی. آقای ظریف واقعا سعی به بهبود اوضاع داره، به نظر من کارش خوب و مثبت بوده. خب اینم یه نظری. میگه که he chopped the audience and the reporter by the answer. میگه آقا این اصلا حاضرین و اینها رو به اصطلاح با این جوابش مات و مبهوت کرد. چاپ کردن یعنی قطع کردن، تیک تیکه کردن. من اینو ندیده بودم برای صحبت اینها استفاده کنن. Thanks for posting this. بله، حمید معینی پنا میگه که ممنونم برای که اینو گذاشتید. این یک ویدیویی بود که چشم آدم رو باز میکنه و تعریف کردن، گفتن که آقای ظریف هم کار خوبی میکنه که در از ایران دفاع میکنه. بعد آقای علیرضا محمدی، دوستان تو رو خدا این بهتر از تلفن نیست که یکی زنگ میزنه نیم ساعت دور سر خودش من و شما رو میچرخونه، آخرم ما نمیفهمیم میخواد سوال کنه نظر بده یا چی. قشنگ اینجا می نیستن، منم قشنگ می خونم براتون. صدام یه غلطی کرد، به خرمشهر حمله کرد تا مرز دریایی خودش رو گسترش بده. بعدش همه کشورهای اسلامی هیئت‌های به ایران فرستادن تا دوباره صلح برقرار بشه و دو کشور به مرزهای قبلی و دو کشور ایران و عراق به مرزهای قبلی برگردن. ولی آقای خمینی قبول نکردن تا جنگ 8 ساله ادامه پیدا کند. اگر ایران در آن زمان قدرت نظامی داشت بدون شک عراق را سالها اشغال میکرد، همان گونه که سپاه قدس الان در سوریه و لبنان در حال کشتار مردم مخالف بشار اسد هستند. باز همین آقای علیرضا محمدی میگه که منم نظرم اینه که این آخوندا هدفشون دفاع نیست، از اول هم قصد ساخت بمب اتم و تولید موشک‌های دوربرد را داشتن. مثلا کره شمالی همین راه رو داره ادامه میده، پس شعار صلح طلبی و جهانی بدون سلاح اتمی از طرف این آخوندا دروغی بیش نیست. آقای علیرضا محمدی عزیز، شما یکم قاطی کردی. این موشک و اینها کاری به سلاح اتمی نداره. این موشک‌ها را هم اسرائیل داره، هم کشورهای دیگه دارن و هر روز هم به رخ هم دیگه میکشن که اونایی که میخوان بهشون حمله کنن چیز کنن. اگه شما باورت اینه که هر کسی موشک داره پس میخواد حمله کنه و موشک‌ها برای دفاع نیست، طبق گفته شما تمام این کشورهایی که موشک دارن محکومن. این گوی و این میدان تشریف بیارید مهمان من باشید صحبت کنید. آقای شهریار یغمایی که من یکم از دستش ناراحتم، دلخورم، این دوست عزیز که ما اینجا بهش احترام میذاریم، نوشته هاشو میخونیم، نباید اونجوری با اون دوست اون آقای سعید سلطانپور جر و بحث میکردن. شما میتونید مخالف باشید ولی قرار نیست به همدیگه فوش و فضیحت کنید. ممنونم از آقای سعید سلطانپور که خیلی قشنگ نوشته بود این صفحه متعلق به سربی است و من اینجا چیزی نمیگم و به اصطلاح آب ریخ روی آتش. امیدوارم آقای یغمایی شما هم یه حد و حدودی برای خودت و دوستان و اینها داشته باشی. بعد اون شعر هست اگه اشتباه نکنم از سعدی که میگه با دوستان مدارا با دشمنان مروت، یعنی درست میگم با دوستان مدارا با دشمنان مروت، ما یادمون میره بعض وقتا. آقای شهریار یغمایی نوشته که حرف ظریف کاملا غلط هست. خب این نظر شد، چون با موشک نمیشود از مملکت دفاع کرد. موشک های ایران کاربرد پدافندی ندارن، یعنی بر علیه هواپیماهای جنگی یا ناو نمیشود از آنها استفاده کرد. منظورم این است که سرمایه گذاری ایران بر روی موشک های دفاعی نبوده یا محدود بوده. دوران جنگ هم اینها روی پدافند سرمایه گذاری نکردند. دنبال موشک اسکاد بودند تا موشک های صدام را تلافی کنند.
حالا تصور کنیم یک جنگ در منطقه رخ دهد، مثلا عربستان به ایران حمله کند، نیروی هوایی ما در برابر عربستان به مراتب ضعیفتر است. بعدم دوباره هم نوشتن و دوستان این به نظر من خیلی جالبه، اگر وقت کردید و فیسبوک داشتید برید ببینید و اون قسمت ها رو هم یاد بگیرید که چگونه اینها رو باز میکنید. همینجا بذارید من یادتون بدم، مثلا همین نوشته آقای یغمایی ببینید اینجا به صورت کامل باز نبود، من این پایینش که نوشته بود سی مور بیشتر ببینید، اون رو کلیک کردم 6 خط دیگرش هم باز شد. در صورت بعضی وقتا ندانستن خودمون رو نذاریم به گردن دیگران و بگیم که اونها دیکتاتورن، اینجوره اونجوره. همون پندی رو که ما داریم بهتون میگیم، سعدی هم گفته با دوستان مدارا، با دشمنان مروت. اگه این کار رو انجام بدیم اون وقت هممون میتونیم با هر عقیده و باوری که باشیم صحبت کنیم. شما الان نگاه کنید تلویزیون رادیو کیان ایران آمده اینجا برنامه میذاره، به منم لطف کردن گفتن هر وقت دوست داشتی تماس بگیر درباره چیزی که میخوای صحبت کنی. البته برای من به اصطلاح استثناء برای من استثناء قائل نشدن، هر شنونده ای میتونن چون شماره تلفنشون رو در حین برنامه اعلام میکنن. تنها استثنایی که من از ایشون خواستم این بود، بهشون گفتم چون من خودم میدونم که بعضی وقتا شما در یه رابطه که صحبت میکنی ممکنه نخواین اون موقع کسی تماس بگیره، من میگم من مایلم در این رابطه صحبت کنم، اگه خواستید با من تماس بگیرید، اینم شماره تلفنم و ایشون هم این لطفو کرده. و اما آقای منصور اوسانلو نوشتن که برایتان منابعی را میفرستم، ایشان از ثبت نام کنندگان در صندوق رأی آزاد و دموکراتیک هستند مثل من و شما. آقای اوسانلو بنده نه از ترس آخوندا، ولی بارها به شما گفتم من اونجا اسم نویسی کردم که این صفحه رو آزمایش کنم و متاسفانه صفحه شما نشون داد که از اول درست کار نکرد، بعدم به اون چیزایی که گفته بودید عمل نکرده بودید. شما گفته بودید رأی‌گیری و گفتید بعد از هفتم اسفند، اون کار رو نکردید، حالا میگید رفراندوم. دوستان عزیز منتظر آقای یزدان خدابند لود بودیم که ایشون لطف کردن تماس گرفتن، ولی تصویرشون رو نداریم. اگر لطف کنن ویدیوشون رو هم به ما نشون بدن دیگه میشه نور علا نور. پس بله، آهان، به به، خب بسیار عالی. آقای یزدان خدابند لود رو دوستان داریم و سلام میکنم خدمتشون، بهشون خوش آمد میگم و ممنونم چون من امروز با ایشون تماس گرفتم، گفتم که قرارمون بود ساعت 8، بعد گفتم که اگر شما مایل باشید ساعت 9 به وقت اروپا تشریف بیارید، ایشون هم قبول کردن، از این بابت ممنونم. بعض وقتا دوستان با این اینجا میگن understanding، با فهم و شعورشون، با اینکه خودشون رو جای من میذارن میگن خب اینم حالا اینجوریه با هم کار میکنیم. بعضی هم یه دنده هستن میگن نه آقا شما من گفتی 8 حالا کفر شده باید اعدامت کنیم. آقای خداوند رو سلام میکنم به شما، خوش آمد میگم بهتون، ممنونم. و اگر شما هم سلام احوال پرسی با دوستان داری شروع کنید تا ما بریم دنباله اون سوالا. و امروز هم من به دوستان گفتم که این موضوع مقاله شما دو موضوع هست، یکیش که جمهوری ایرانی، یکیش هویت ملی، که اینها رو شما خیلی قشنگ و تصمیمم گرفتید بیاین عین کلاس‌های دانشگاه، عین سخنرانی‌ها از شما از این مقاله صحبت کنید، به من و بینندگانم وقت بدید که بتونیم نظر اونو بگیم. پس من همینجا از بینندگان میخوام روی فیسبوک، روی ایمیل اگر لطف کنن سوالی دارن بفرستن. باز به بینندگان قول دادم شاید در آینده بسیار نزدیک یا از طریق فیسبوک چت یا از طریق اسکایپ یا از طریق تلفن بتونن مستقیما توی برنامه به شما تماس بگیرن، شما هم هر وقت که خواستید پاسخ بدید. من بیش از این صحبت نمی کنم، باز هم ضمن تشکر از حضورتون در برنامه میکروفون رو در اختیار شما میذارم. بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی و شنوندگان و بینندگان شما. صدا میاد؟ بله قربان، ممنون، بفرمایید. خیلی ممنون از اینکه این یادآوری رو کردید، من هم که خوب به من قبلا اطلاع داده بودید که سر ساعت 9 این برنامه ما شروع میشه و ما هم قبلا با هم دیگه مثلا با تلفن صحبت کرده بودیم بعد از ظهر،
و الان من آمادگی دارم که درباره این مقاله، این مقاله در که درباره جمهوریت نوشتم، خب شما اگر صلاح میدونید من این مقاله رو به تدریج شروع کنم به خوندن. بسیار عالی، فقط همون لطف کنید. یا این که اگر شما دوست دارید من میتونم قسمت به قسمت از این رو بخونم و شما سوالهای رو مطرح کنید، ولی قبل از این خب من یه چند تا سوال شما میخواستید از من بکنید، اگر دوست دارید اون سوالها رو مطرح کنید یا اینکه من بخونم و بعد این سوالها رو در لابلای این مطالب مطرح کنم. من فکر کنم اگر شما لطف کنید بخونید، بعد اون سوالها رو در قسمت هایی که شما اجازه میدید ما بپرسیم. همینجا باز یه بار دیگه از دوستان خواهش میکنم، چه الان که برنامه زنده است، امروز الان ساعت 9 شب به وقت 9 و 5 دقیقه به وقت آلمان، 3 و 5 دقیقه به وقت نیویورک هستیم، روز چهارشنبه، چه در مواقعی که این برنامه پخش میشه، چه حتی از روی یوتیوب وقتی نگاه میکنن میتونن با من، با شما تماس بگیرن، سوالاشون رو بپرسن، مطرح کنن، نظراتشون رو هم بگن تا من و شما در این مورد صحبت کنیم و پیشاپیش ازشون ممنونیم. پس من ساکت میشم، شما مقاله رو بخونید، نگران این که صدا هست یا نه هم نباشید. اگر صدا یه وقت قطع بشه من اسکایپ رو قطع میکنم که شما متوجه بشید کلن ارتباطمون قطع هست، دوباره تماس بگیریم. بفرمایید. بسیار خوب، درود بر شما. خب جمهوری ایران و خب ملی، ابتدا در جمهوریت به خاطر احترام به اراده ملت ایران که در انقلاب 57 هرم سلطنت و نهاد سیاسی آن را با ضربتی قاطع در هم کوبید، دفتر 2500 ساله آن را برای همیشه بست و به بایگانی تاریخ سپرد و نظام جمهوری اعلام کرد تا بستر زیرین برای فراخویی اجتماعی سیاسی به فرمان خرد جمعی و غریزه چالاک شهروندی در انتخاب رئیس کشور، ملت محجوب که هزاران راست قامت گردن فراز هوشمند و مستعد در آن حضور دارند، بار دیگر از میان دودمانی فسیل شده فردی به نام ولیعهد را بر اریحه قدرت قرار ندهند آماده شود. بنابراین جمهوری خواهان ترقی خواه خواستار برگشتن چرخ تاریخ به عقب نیستند، زیرا جبر زمان و ژئوپلیتیک مکان در اقلیم کهن‌بوم ایران به فرزندان خود میگوید این چرخ نباید به عقب برگردد، چون از یک سو هر بازگشت و رجعت به عقب در ذات خود نوعی میل به توحش در روان آدمی را بیدار میکند و از دیگر سو قرار نیست که دوباره در و دروازه ها بر پاشنه سابق بچرخد، چون چرخش بر آن پاشنه ها و حرکت در شیارهای سنت شاه شیخی از ابتدا تا مقطع 57 جز عقب ماندگی فاجعه بار تاریخی و واپس ماندن از قافله پیشرفت برای کشور و مردم محجوب سرزمین نیاکان حاصلی نداشته است. این موضوع را تاریخ درازدامن ما به خوبی نشان داده که هرگاه سلسله‌ای، دودمانی یا خاندانی به دست خارجی یا داخلی از اریکه قدرت به زیر آمد و فرو پاشید، به جز نادر موارد اتفاق نیفتاده که دوباره فردی از آن سلسله یا عضوی از همان دودمان بر سکوی قدرت قرار گرفته باشد. این خصلت برخواسته از خصوصیات اقلیم و جغرافیای منطقه در تاریخ میهن ماست و گویی ما به فرمان اهورای جمعی ما در انتخاب پادشاه نوعی فدرالیسم استانی را رعایت کردیم، اما تفکر اسطوره‌ای که در بطن خود نظام‌های هرمی، تک محور و تک قطبی را پرورش می‌دهد تا به امروز در سرزمین ما به حیات خود ادامه داده است. برای درک گرانجانی آن باید به فلسفه تاریخ و مدنیت برخواسته از واهنشینی و سیر سلوک زیستن در فلات ایران و کل خاورمیانه توجه و تمرکز ویژه کنیم، چون این اقلیم شرایط جغرافیایی خاص خود را دارد که در آن آب به عنوان عنصر بنیادین حیات نقش درجه اول در آداب زیستن و انتخاب طبیعی بازی می کند. در نتیجه
نگاه مفصلی به تاریخ سیاسی ایران و زیست بوم شناسان غربی در توصیف و برپایی مدنیت در اقلیم کمباران فلات ایران کم و بیش نارسا و در بسیاری از موارد ناگویا و گمراه کننده است و برای نمایندن خطوط این سلوک و آداب برخواسته از آن در پیدایی نهاد سیاست و دیانت در این اقلیم خشک و صحرایی آنچنان روشنگر و کارآمد نیستند و ما باید از روش‌های علمی شده بومی منطبق با شرایط اقلیم برای روشن شدن اینکه چرا در درازای تاریخ در خاورمیانه 124 هزار پیامبر تولید شده استفاده کنیم. حال چرا جمهوری خواهان اصرار دارند نظام سیاسی ایران جمهوری باشد بدون پیشوند و پسوند؟ و بلافاصله اضافه کنم اگر قرار باشد جمهوری با پسوند ایرانی، اسلامی، سوسیالیستی، کمونیستی، خلقی، پارلمانی یا ده ها گونه دیگر، جمهوری خواهان ملیگرا ترجیح میدن آن جمهوری ایرانی باشد، یعنی نظام سیاسی با صفت و رنگ و بوی وطنی که در سیمای آن عظمت ملت و تاریخ کهن نمایان و منعکس کردند و ما دیگر مجبور نگردیم با گاه شماری عربی و قیومیت اسلامی در صحنه تاریخ حضور داشته باشیم. این حضور تحت اسلام، تحت سلطه اسلام، چیزی بیش از یک اهانت تاریخی بر ملت کهن نیست. تا اینجا سوالی نداری؟ نه خیلی بفهم. بسیار. اما چرا جمهوری؟ در نظام جمهوری چه مزیتی است که نظام‌های سلطنتی و ولایت فقیه فاقده آنند؟ مزیت اول، هر نظام سیاسی دارای ساختار و جهان‌نگری آن برخوردار از مبانی اجتماعی، اقتصادی و فلسفی است. با زیر مجموعه‌های فراوان و تعاریف گوناگون درباره مبانی اجتماعی و اقتصادی نظام جمهوری در این 30 سال اخیر تعدادی از روشنفکران ایران گفتگو، مقاله و کتاب‌ها نوشته و انتشار دادند. اما درباره بنیاد فلسفی و چگونگی سرشت جمهوریت تعداد انگوش شماری با ابهام و عدم شفافیت سخن گفتند. از این رو ضرورت دارد در بنیاد فلسفی نظام جمهوری به صورت کوتاه و فشرده مطالبی در جهت روشنگری بیان شود. حکومتی که وجودیتش در نفس متکی به آرای ملت است، قدرت و توانمندی خود را از این تکیگاه بزرگ می‌گیرد. تکیه بر مردم و واگذاری امور به خود آنها اولین و بزرگترین مزیت نظام جمهوری است که می‌تواند بنبست‌های آزاردهنده و فلجزای اجتماعی که منجر به انقلاب، شورش، کودتا و در بسیاری از موارد هرج و مرج می‌شود جوابگو باشد و راه گشایی کند، چون قدرت و مسئولیت اداری جامعه در دست خود مردم به وساطت احزاب مستقل برخواسته از پیکر ملت است و اهالی کشور علیه خود کودتا، شورش، تجزیه طلبی و انقلاب نمی کنند، چون سرزمین نیاکان را پیکری واحد می دانند و متعلق به همه مردم و حراست از تمامیت ارضی آن تنها امر مقدس در نظر جمهوری خواهان ملیگرا است. خب، بحث دیدی صحبت داده، این قسمتی که شما گفتید پاسخ بود به اونهایی که این سوال رو میپرسند در نظام جمهوری چه مزیتی هست که نظام‌های سلطنتی و ولایت فقیهی فاقد آنند. به درستی شما گفتید که مردم خود رو صاحب اون مملکت و صاحب اون حکومت میدونه. بله بفرمایید. درسته. ولی ببخشید یه قسمتی رو من میخوام ازتون بپرسم که اینی که میگن نگاه مفسرین تاریخی یا سیاسی به ایران و به اصطلاح اون زیست بومشناسی غربی در توصیف و برپایی مدنیت در اقلیم کمباران، مخصوصا شما هم اشاره کردید به کمآبی ایران، کمباران فلات ایران کم و بیش نارسا و در بسیاری از موارد گمراه کننده است، این رو شما میتونید در موردش توضیح بدید؟ کوتاه برای توضیح بدم. ببینید درباره این اقلیم خاورمیانه و عموماً شرق، این کارل مارکس یک مطالبی نوشته درباره شیوه تولید آسیایی و اکثراً این چپگراها و حتی راستگراهای ما هم استناد به اون میکنند، در صورتی که این آقای کارل مارکس درباره اقلیم خاورمیانه کوچکترین اطلاعاتی نداشت.
ایشان اطلاعاتش رو اون موقعی که پرونده شده بود در انگلیس میرفت توی اون کتابخونه انگلیس میشست که اونجا روزنامه مجانی بود، گزارشاتی دید که مستشاران انگلیسی در هند و جنوب چین در اون روزنامه منعکس میکردن، ایشون میخوند و بر اساس اونها تجزیه تحلیل میکرد. اون گروندریسیه که نمیدونم 70 جلد پشت سر هم نوشته محصول اون مطالعاته، در صورتی که درباره اقلیم خاورمیانه که مدنیت برخواسته از سکونت انسانها در واحه‌ها و دهکده‌های ریز و درشت هستش که از همدیگه فاصله های بسیار زیاد دارند و ارتباط تنگاتنگ ندارند و همین فاصله و عدم ارتباط تنگاتنگ باعث شده که اینها در طول تاریخ برای بهزیستیشون دست به تولیدهایی در حوزه مادی و معنوی بزنن و هرچی که احتیاج داشتن خودشون تولید میکردن و به یه نحوی به خودکفایی میرسیدن. یکی از این تولیدات نافذ و باورجاش هم تولید همین شاه خدا قدیس نبیدونم این پیغمبر این تو چیزا بوده. این عدم پیوستگی این واحه ها باعث شده بود که ارتباط تنگاتنگ با هم نداشته باشن، در صورتی که در جنوب چین، در جنوب هند و در اروپا گسترش مدنیت رو این آرنولد توینبی در کتاب تاریخ تمدن خودش یک کلمه‌ای به کار میبره به نام اوکومونه، یعنی اینه که تدریجی مدنیت گسترش پیدا کرده، یعنی اینه که این توی شهر کل ما که اگر مردم در 2500 سال پیش تعدادی زندگی میکردن بعد اضافه جمعیت که شده یک قسمتی از اونا بلند شده 5 کیلومتر رفته اونورتر یک کلونی جدیدی درست کرده، بعد از 100 سال دیگه باز یه تعدادی دیگه رفتن 5 کیلومتر اونورتر و این ارتباطات معنوی با هم داشتن، ارتباطات تنگاتر، در صورتی که در ایران اینطوری نبوده، به طوری که مثلا ناصرالدین شاه در تهران کشته میشه 6 ماه بعد در مشهد میفهمن که شاه مرده. خب ادامه میدم. تکیگاه مردمی چگونه موقعیتی است؟ یعنی من اشاره کردم که اونجا در نظام جمهوری مردم با رأی خودشون میتونن اهداف خودشون دنبال کنن و نظام جمهوری تکیه به این رأی مردم داره. آیا این همون احزاب مستقل هست برخواسته از پیکر ملت؟ نه اون احزاب مستقل برای اونو بعدا من توضیح میدم که احزاب اصلا نقششون چیه. برای اداره جامعه مدرن ما به احزاب نیازمندیم، احزابی که از پیکر ملت برخواسته باشه نه احزاب فرمایشی. بله. خب تکیگاه مردمی چگونه موقعیتی است و سرشت آن چگونه است؟ در نظام جمهوری پدیده انتخابات و رأی دادن نقشی فعال و سرنوشت ساز دارد که هر 4 یا 5 یا هر مقدار سالی که قانون اساسی معین کرده مراسم آن برپا می‌کند. در روند برپایی و اجرای مراسم آن تحرک، پویایی، شور و هیجانی عظیم و حیات بخش در ارکان جامعه ایجاد می‌شود و در آن تکاپوی ملی، احزاب، سازمانها، گروهها و افراد با تفکرهای گوناگون برای انتخاب بهترین و مستعدترین فرزند میهن به رهبری جامعه و اداره کشور وارد میدان رقابت شده و در تبلیغات خود پیشنهادهای سازنده و طرحهای انجام پذیر ارائه می‌دهند. آنچه که روح این رقابت‌ها را زنده نگاه می‌دارد، حرکت جاری در آن مراسم است. حرکت عنصر اساسی و بنیادین رقابت سالم، تغییر و تحول اجتماعی است. بدون حرکتی هدفمند و متعالی نه تغییر صورت میگیرد نه تحول. جامعه در حال پویش و انسان در حال حرکت به دردها، نارسایی‌ها و نقاط ضعف در پیکر خود و جامعه پی می‌برد. بنابراین نظام جمهوری به خاطر برخورداری از پدیده انتخابات اهرب رأی و حرکت جاری در روح رقابت ها که به تدریج جایگزین حسادت ها، باندبازی های پنهان، بخل و کینه ها می نشیند. نظامی است پویا با سرشتی دائما در حال تغییر، تحول همسو و منطبق کردن خود با روح زمان. و جمهوری خواهان تلاش می کنند همواره بر روی خطوطی راه روند که نیازمندی و مطالبات مردم در بستر آن انعکاس یافته. و در این رهگذر رهبران جمهوری خواه
در منش ملی تکیه بر لیبرالیسم فلسفی میزنن، اما برعکس نظام های سلطنتی و فقاهتی ذاتاً میل به ایستایی و سکون دارند، چون ساختار اسطوره‌ای هرمی نظام کهنه‌گرای نهاد سلطنت و دیانت طوری طراحی شده که تکیگاهش سنت شاهی پیامبری است و سنت مظهر ایستایی و سکون محسوب می‌شود. یعنی عامل اصلی و بنیادین عدم تغییر، تحول و پویایی. و تاکنون نقش ایستایی و سکونزایی سنت که ساختار نظام‌های سلطنتی دینی در پهنه فلات ایران و کل خاورمیانه از طرف روشنفکران سیاسی اندیش ایرانی مورد کاوش، تحقیق علمی و جامعه شناسانه قرار نگرفته و هنوز به آن به دیده موهبت نگاه و احساس می‌کند پدیده است مهرامی است. از این رو در ساختار نظام سلطنتی و دینی سه عنصر ابدی و تغییرناپذیرند که همه منشأ در حاکمیت سنت و در حوزه تفکر اسطوره‌ای قرار دارند. سنتی که اشکال گوناگون فساد را با سکونزایی خود در بطن جامعه تولید می‌کند و زیستمندی آنها شبیه درختان است که به علت ایستایی و ادامه حیات در مکانی واحد فاقد مغزی درشت با ساختار تکامل یافته نظیر حیوانات و در رأسشان انسان راست آمد قرار دارد است. عنصر سگانه ابدی ازلی نظام‌های سلطنتی دینی. یک، عنصر آمر یعنی شخص شاه یا ولی فقیه که در رأس هرم قرار دارند. البته خود آنها مسلم است که کننده کارها نیستند و دست به سیاه و سفید نمی‌زنند و فرزندانشان هرچه از نسل اول دور می‌شوند بیگانه با خرد، تدبیر و کارداری می‌گردند و تنها فرمان و امریه صادر می کنند. و طبیعی است در حوزه شناخت و معرفت بشری هر انسانی که در عرصه عمل دستی بر آتش و گشودن گره ها نداشته باشد هرگز از پلکان دانایی بالا نمی رود و اگر از استعدادی هم برخوردار باشد در زد و بندهای پنهان علیه مردم به کار می بندند و ایشان مشروعیت فرامین را نه از مردم بلکه از عالم بالا که امر مهملی است می گیرند. اگر شاه باشد از فر ایزدی که از دیدگاه او موهبتی است الهی و این موهبت تنها به او تعلق دارد که با تأسف بسیار در عصر پهلوی دوم فر ایزدی اهورایی مزدایی به سوی نبی عربی و قبلگاه اسلامی چرخشته بود و حضرت اجل اولی شاه فرومایه ایرانی که در محراب الله سر فرود آورد و پیشانی بر خاک اهرمن ساخت که اهانتی نوبخشودنی بر سامانه شاهنشاهی و گردن فرازی فرزندان اردشیر درازدست در کهنبوم ایران بود و اگر فقیه باشد از سنت رسول الله و آموزه های محمدی. عنصر اعامر یا امر که فرمایشات عالی جنابان است که از مرجع کبریایی صادر می شود که این پدیده کبریایی خود فرزند اسطوره به این نیروی اسطوره است که فراوین را نهادینه میکنند، یعنی در عرف جامعه جاری میسازند و پس از ورخور جاری شدن در نسوج روانی ملت و جا افتادن در حافظه قومی تبدیل به وحی یا آیهی فرستاده از جانب خداوند و به صورت سنت در میآید و کسی حق اعتراض بر آن ندارد و نمایندگان نهاد سیاست یا دیانت متولی حفظ حراست و اجرای امر مقدس و آب آن می شود و در ایفای این نقش و آگاهی از طعم دلچسب آن سعی می کنند که آن را در حیات و سپس خانواده و دودمان خود نهادینه و موروثی کند و در سایه انحصار آن که همچون آب نبات شیری نیست در دهان قدرت طلبان و استبدادگران در قبضه خود نگاه دارد و در اثر تمرکز و انحصار این قدرت در دستان یک فرد یا خانواده یا دودمان ایشان خوی استبدادی استعداد می‌یابد که تبدیل به ابزاری خطرناک علیه ترقی خواهان و انسداد در شریان‌های حیاتی و پویای جامعه شود. داخل پرانتز موروثی کردن قدرت یعنی مهر پایان بر پویایی و تحول نظام زدن و آن را به ایستایی و سکون دعوت کردن پرانتز بسته و در این دعوت حرکات پویا
زایا و دائما در حال تغییر جامعه، در انطباق خود با سنت شیخ شاهی قربانی آن ایستایی و سکونزایی فلکزا می شود که علت بنیادین عقب ماندگی فاجعه بار تاریخی ماست. سه، عنصر امربران، یعنی اعضای جامعه و کل شهروندان که هیچ گونه حقی در سرنوشت خود و اداره کشور ندارند. یعنی از دیدگاه آقایان آنها زاده شدند که فرمانبر باشند، آن هم در مقام بنده، غلام، رعیت، چاکر و منشی آمیخته با اطاعتی کورکورانه بدون چون و چرا و حق اعتراض. و در این راستا هزاران ابزار گوناگون در جهت فروبایه کردن و به زیر کشیدن آدمی از مقام انسانی ساخته و پرداخته که از ابتدای تولد بی وقفه و بدون توقف روح و روانشان را تحت کنترل و سلطه خود میگیرند تا همیشه سر به زیر، مطیع، نرم‌خوب و فرمانبردار باشند و بر شیارهایی حرکت کند که سنت حاکم و تفکر اسطوره‌ای و نماینده آن دیکته می‌کنند. درست مثل قانون کندوی موریانه ها که در آن یک ملکه با چند نرینه که او را بارور می‌کنند و بقیه اعضای کندو در مقام خدمه کارگران فرمانبر در ابعاد میلیونی با وظیفه ربات‌وار که کدهای بندگی و بردگی در دی ان ها و ژن وراثتی آنها در نردبان کروموزومی حک شده است و در حوزه معرفت آن کدهای خرافی توسط نهاد سیاست و دیانت در روان انسانها موزایک بندی و در اثر تلقین و تکرار مکرر سرانجام به الگوی رفتاری تبدیل می‌گردد. در این گونه نظام ها صحبت قانون و حقوق شهروندی حرف مهملی است، زیرا در نظام سلطنت شاه جای قانون و در نظام جمهوری قانون جای شاه و شیخ نشسته. در نتیجه حکومت‌های سلطنتی و ولایت فقیهی با ساختاری تک قطبی، تک فردی و تک محوری سنتی اسطوره‌ای که دارند، اگر قرار باشد کسی عزیز و گرامی باشد، تنها اوست که در آن بالا نشسته و چشم دیدن هیچ گونه رقیب را ندارد. از این رو در بستر جامعه اگر فردی یا وطن دوستی در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد، ورزش و سایر فعالیت‌های جمعی حتی بر حسب تصادف کاری برای مردم انجام دهد که آن کار حاصل نیکو برای جامعه داشته باشد، آن نیکوکاری حکم تناب داری است که بر گردن خود می‌بافد. مکانیسم کنایش آن این گونه عمل می‌کند. آن نیکوکاری برای آن فرد ایجاد محبوبیت در اثر تراکم و انتشار محبوبیت افراد به گرد او جمع می شوند. با جمع شدن اشخاص حاله ای از قدرت و نیرو پیرامون او شکل می گیرد. این قطب قدرت که ریشه در مردم دارد تضادی آشکار و نهان با ساختار تک بودی، تک قطبی، تک محوری، تک فردی و سنت اسطوره شده نظام های سلطنتی و ولایت فقیهی ایجاد می کند. یعنی قدرت از یه سویه به دو سویه بودن، داخل پرانتز پولاریزه شدن، میل می کنند. با این میل حوزه قدرت و سیاست در بطن جامعه دو قطبی می شود و جامعه در اثر دو قطبی شدن و چالش نیروها استعداد برقراری تعادل و سرانجام استقرار عدالت را می یابد. اما دو قطبی شدن قدرت ساختار نظام های تک بودی، بی انعطاف، با سرشتی ایستا، تبار محور و وابسته به دودمان، سلسله نسب، تخمه مقدس و خون خالص را تهدید و فروریزی به فروریزی و اذبحلال می‌کند و سرانجام از حوزه تفکر اسطوره‌ای و گرانیکاه پیش عقلانیان خارج و به سوی تعادل میل می‌کند. از این رو هر چه زودتر آن فرد و حاله انسانی پیرامونش باید از میان برداشته شود قبل از آنکه خطر جدی و بنیانکن گردد، چون در اثر پایداری، دوام و بقای او و آن حالی قدرت نظام آرامش، آسایش، اقتدار و سران آن امتیازهای ویژه و سالار و سرور دیگران بودن را از دست می دهند. مثالها و الگوهای قابل لمس آن در حوزه فرهنگ نخبه کشی، در وراثت فرزند کشی، در سیاست وزیر کشی، در ورزش قهرمان کشی، در هنر خودکشی، در اقتصاد تجاوز به دارایی سرمایه‌داران صاحب صنایع ملی
و مصادره انبار ثروتمندان وطن بره است که می توانند برای هموطنان خود کار ایجاد کنند و در اثر کار و اشتغال رفاه در جامعه جاری شود. در تاریخ درازدامن ما دفتری دارد گوهند. از این رو نظام های سلطنتی به ولایت فقیه با ساختار هرمی، ایستا و سکونزای خود از هر آنچه که جاری و دائم در حال تغییر و تحول است وحشت دارند، چون در اثر تغییر و تحول ارزش های نهادینه و به صورت سنت درآمده متولیان نهاد سیاست و دیانت که قرنها و نسل اندر نسل از مزایای آن برخوردار بوده و در و دروازه را همواره بر پاشنه منافع خود چرخانده اند، از سوی ملت بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرند، احساس خطر می کنند. از این رو سنتگرایان و واپسندیشان به شیوه های گوناگون تلاش می کنند تغییرات را متوقف کنند و تا جایی که ممکن است همه احکام و فرامین صادر شده از سوی آنها در سکوت و سکون به صورت الگوی ازلی و ابدی باقی بماند و در اثر پافشاری و سماجت در حفظ شرایط موجود و تراکم تضاد و تناقض با جهان در حال تحول سرانجام میل به ایستایی و سکوت‌زایی گریبان خود سنتگرایان را میگیرد و آنچه تاریخ ایران تا کنون نشان داده، ما شاهد ظهور و سقوط ده ها سلسله و دودمان در طول 2500 سال در تاریخ میهنمان بوده ایم. و در پایان هر فرو ریزی همواره این مردم بلادیده و تحت ظلم بودند که مخارج و زیان حاصل از فروپاشی نظام‌های تک‌محور و شاهسالار را پرداختند. حتی درجه زیان‌ها و خسارت‌ها در عصر ما در رژیم اسلامی چنان ابعاد نجومی به خود گرفته که مرز غارت در جهت حفظ نظام تنها منجر به چپاول کلی ثروت‌های مادی و معنوی ملت ایران نشده، بلکه دامنه و کرانه های آن به سرقت رأی و آرا و کلیه آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان رسیده است. و در این میان کسی از خود سوال نمی کند که این حفظ نظام چه خیر و برکتی برای ملت گرفتار فقر دارد. اگر نظام ابزاری است که توسط آن ما به رفاه، سعادت و خوشبختی برسیم، پس چگونه است که هست و نیست خود را در گروه حفظ آن قرار دادیم؟ این را میگویند جای هدف با وسیله را رندانه عوض کردن. از این رو جمهوری خواهان ملیگرا تصمیم مصمم هستند که جامعه ایران به شیوه جمهوری اداره شود، زیرا در نظام جمهوری چون خود مردم به وساطت رئیس جمهور، دولت کارآمد، مجلس ملی و احزاب برخواسته از پیکر ملت مسئول سامان اجتماعی هستند و علیه خود شورش و بلوا به راه نمی اندازند و لازم نمی دانند که برای حفظ نظام مردمی با وجود سه قوه مجزا و مستقل از هم و در اختیار داشتن ارتش، ژاندارمری و کلانتری ها در عصر شاه گارد شاهنشاهی و در رژیم اسلامی سپاه پاسداران و قدس، نیروی بسیج، حزب اللهی و لباس شخصی ها را با مخارج سنگین تشکیل و اقتصاد کشور را فرش زدن. جمهوری خواهان به خوبی می دانند که در این 100 سال اخیر بیلان و عملکرد نظام جمهوری در کشورهای دموکرات، لیبرال و رها از سلطه سنت نشان داده است که اگر از این ابزار درست و صحیح استفاده و احکام آن و سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه به فرزندان میهن آموزش داده شود و رقابت سالم در مفهوم فلسفیان در روان ملت حضور فعال داشته باشد، بهترین سیستم شناخته شده در جهان برای اداره کشور هاست و ملت ایران شایسته برخورداری از جنبه های مثبت و پویای این الگوی سیاسی هستند. در تاریخ درازدامن کهن‌بوم ایران تا کنون مضرات خطرناک سامانه سلطنت از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار نگرفته که یکی از مهمترین موضوعات بسیار حساس، خصوصیات اخلاقی، قد و قامت، توانایی رزمی، نگاه نافذ، تیزهوشی، شیردلی و سجایای انسانی شخص اول و مؤسس سلسله هاست که عموماً افرادی شجاع، کاردان، دوراندیش و دلیر بودند، ولی فرزندان آنها به علت پرورش در حرمخانه های انباشته تور و پولک، ناز پرورده، بیشعور، نالایق، ترسو و بیخبر از چهارسوی خود بار می آمدند که این عارضه مصیبت بار گریبان گیره تقریبا تمام فرزندان شاهان در کلیه سلسله های پادشاهی را شامل می شود. در هرچه سلسله
و دودمان کهنسالتر و تخمه شاهی و از فرد اول دورتر می شود، عنصر فرومایگی در پیکر روانی فرزندان و شخص ولی عهدان بزرگتر و فراگیرتر می شود. اما در نظام جمهوری به علت انتخابی بودن شخص اول و برگزیده شدن فردی لایق برای زمانی محدود، الزاماً عزیز دردانه و نازپرورده و جایگزین ایشان نمی شود و با این تمهید فرزنده احتمالا نادان و نالایق او از جدول کاندیداها حذف می شود و همواره شخصی تازه نفر به امر ملت جایگزین او می گردد. مزیت دوم، در نظام جمهوری نجوای تلخ حراس اقلیت از اکثریت پایان می آمد و قدرت یا نیرو که ابزار انجام کارهاست همواره در دست احزابی متکی بر جمیع طبقات دست به دست می کردند و در نزد یک فرد یا دودمان قبضه و تمرکز نمی آمد که پس از مدتی در خاندانش نهادینه و به صورت سنت در آید و به هر نحوی که بخواهد بلهوسانان را به کار گیرد و به جای سودمند بودن و بالا بردن کارایی آن در سطوح گوناگون در جهت رفاه و امنیت مردم به ابزاری خطرناک علیه تحول، پویایی و آزادی مردم ترقیها تبدیل و به کار گرفته شد. آنتنهای هوشمند جامعه ایران در طول 1400 سال باید بارها به نقش مخرب و بازدارنده شاکله خاتم الانبیا توجه می‌کردند که در انحصار نبی عربی قرار گرفت و ملت ایران را با این ترفند هوشمند و بقایت زیرکانه در حسب رهبر ملی با هویت ایرانی و راهگشا در اتخاذ شیوه‌های کارآمد در اداره جامعه پس از تسلط اعراب در دامچاهی خطرناک و بن‌بست تاریخ قرار داد که دیگر کلیه تلاش و تقلای ایران دوستان از یک سو برای برون رفت از بحران جامعه فاقد رهبر ملی با هویت ایرانی عقیم به بی‌ثمر ماند و از دیگر سو پس از آن هر ایرانی در صورت نافرمانی و عدم تمکین از سنت رسول الله به اتهام بدعت‌گذار، ملحد، کافر، مشرک، زندیق، محارب با خدا و ده‌ها واژه مرعوب کننده دیگر که در گنجینه لغوی ما به فراوانی یافت می‌شود از صحنه حذف شدند. و در این راستا در هزاره اخیر سر صدها ملیگرای وطنخواه بیگناه به پایدار و زیر تیغ استبداد سنتی سلطنتی رفت تا راه به رهایی و شکوفایی کشور نشود گشوده نشود و تغییر در جهت رشد صورت نگیرد. مزیت سوم، در نظام جمهوری احزاب، رسانه‌های صوتی و تصویری آزاد و مستقل با انتقاد از خود و بیگانه در ابعاد جمعی و فردی ضرورتی اشتراب ناپذیر در حرکت پویایی پاک و سالم‌سازی جامعه ایفا می کند و نقش افشاگر آنها بر همگان معلوم و مشخص. در این نظام دیگر پدیده جز استقلال و حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی مقدس نیست و دستگاه مقدس سازی چرخهایش به تدریج از کار می افتد و برعکس در نظام‌های سلطنتی و ولایت فقیه با ساختار ایستا و سکونزا انتقاد اگر سر سبز برباد ندهد پدیده است کراهت انگیز و مجازات در پس آن سنگین. در این گونه نظام‌ها انتقاد از آن کس که در بالا نشسته ممنوع و مطلقاً عیب است. حق گفتن بالای چشم ایشان ابرو هست را کسی ندارد. او همیشه بی‌نقص، معظم، متعالی، والا حضرت، امام، خدایگان، مقدس و عظیم الشان. در نظام آنها اگر انتخاباتی هر از چند گاهی بنابر مصلحت ایشان صورت می‌گیرد، فرمایشی و مهره‌ها از پیش تعیین شده را در مقابل مردم قرار می‌دهند که پس از دادن رأی پیکار خود بروند و هیچ گونه نقشی در نظارت بر عملکرد دولت، مجلس و ارگان‌های وابسته در تصمیم‌گیری‌های کلان نداشته باشند، چون مردم در نگاه ایشان گوسفندانی هستند در پیشگاه چوبان و اعضای دستگاه ولایت و سلطنت عروسک‌هایی در دست خیمه شب‌باز پس پرده. در نظام جمهوری تقدس صدایی و حرکت به سوی عرف‌گرایی در بحث و فطرت آن قرار دارد. در این نظام به مردم که حق دخالت، نظارت و قضاوت در تمام امور ریز و درشت جامعه را دارند
دیگر فضول گفته نمی شود و آنها رئیس دولت را بدون ترس از شیخ و شاه انتخاب و قدرت را با قرار دادنش در رأس هرم به او می دهند و همواره فعالیتش را زیر نظر دارند. اگر در خدمت به مردم به حفظ منافع ملی کوشا باشد، به او اجازه یک بار دیگر انتخاب شدن در صورت رأی کافی آوردن می دهند و اگر فعالیت و عمل کرد او به زیان جامعه باشد، توسط مجلس ملی متشکل از فرزندان برگزیده ملت استیضاح و از اریکه قدرت به زیر کشیده می شود و فردی سالم تر از او به جایش می نشاند، بدون اینکه آب از آب تکان بخورد و آشوبی در جامعه برپا شود و با این تمهید رأس هرم از گندیده شدن دور می ماند. اما برعکس در نظام های سلطنتی و فقاهتی با ساختار ایستا و سکونزا منشأ فساد در بط و فطرت ساختار سنتی آن نظام نهفته است و هرچه آن پیر فرتود و سالمندتر شود، حرکت انفعالی پرشتابتر، عنصر فساد هجیمتر، سکونزایی سختتر و گندیدگی فراگیرتر می شود. خب تا اینجا سوالی ندارید؟ چرا، اگه اجازه بدید من یکی دو تا رو نوشتم و شما هر چی جلوتر میرین سوالات جالبتر میشه. یکی این که این ماجرایی که گفتید شاکله خاتم الانبیا، این چگونه صیغه است؟ برای ما یه مقدار توضیح بدید. دیگری چون شما تو کار پزشکی و این هم بودید، همه میدونیم که هر نسلی که میاد به اصطلاح باهوشتر، قد بلندتر، از لحاظ توانایی بدن و اینها بهتر، ولی شما در رابطه با ولیعهدا میگه که اینها هرچه از پدر و پدر بزرگ دورتر و از بنیانگذار سلسله دورتر میشن بیخردترند. یعنی این با حتی حقیقت طبیعت هم نمیخونه. این دوتا رو یه مقدار توضیح بدی که شاکله خاتم الانبیا چیه و اون ماجرای چرا اونهایی که ولیعهد یا به اصطلاح وارث اون تاج و تخت یا اما و امامه ولی فقیه هستن، با وجود این که طبیعت میگه که اینها چون یه نسل گذشته یا دو نسل گذشته باید باهوشتر، خردمندتر باشن، ولی بیخردتر. خاتم الانبیا رو صحبت کنم. من نمیدونم چرا این متفکرین ما از خودشون سوال نمیکنن که این شاکره خاتم الانبیا رو به محمد گفتن. برای چی گفتن؟ شما میدونید که محمد، اینطوری که خودشون دارن میگن سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست، محمد هم سلطان بود، هم شاه بود، هم فرمان بود، همه چی بود. بعد نبوت رو اومدن در این به ختم رسوندن، یعنی اینی که بعد از این دیگر هیچ کس حق نداره بیاد پیغمبر ادعای پیامبری کنه. چرا؟ برای اینه که هر کسی دیگه که بیاد ادعای پیامبری کنه، اون دام دستگاه اون پیامبر قبلی رو باید جمع کنن. این تمهید زیرکانه است که اینو آوردن گذاشتن این خاتم النبیات و انقدر تبلیغ دربارش کردن جا انداختن. خاتم النبیان، خاتم الانبیا. خب آقا هر انسانی در هر مقطعی از زمان وقتی که چند سرگردن در اثر تجربه از دیگران بلندتره و میاد راهگشایی میکنه، میتونه پیامبر باشه. پیامبره مگه چیکار میکرد؟ مگه آموزش به مردم نمیداد که این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، یا که کار بکنیم؟ خب ما میتونیم در هر مقطعی از زمان کسی رو از خودمون انتخاب بکنیم یا انتخاب بشه که این کارو بکنه و این رو ما میتونیم اسمشو بذاریم نبی یا مثلا فرستاده. اینا اومدن روی این خاتم الانبیا، فرستاده خدا هست، این خاتم الانبیا هست، این چنان جا انداختن که دیگه بعد از اون کسی روی این نتونه بلند شه. این یکی خصوصیت های این مسئله نهاد چیزی که اون بالا یک نفر به قرار میدن که چشم دیدن هیچ کس دیگه نداره. به همین خاطره من گفتم چرا این مسئله خاتم الانبیا به عقل ساسانیان و هخامنشیان نرسید که در شخصیت آشورزرتشت این رو چیزش کنن، تثبیتش کنن که ما دیگر دوچار این بلا و مصیبت ها بشیم. ولی اینا این هوشمندی رو داشتن که اومدن این خاتم الانبیا رو در شخص محمد
بلوکه کردنش که بعد از اون دیگه ببینید چقدر درباره این مسئله که خروج از دین و این حرفا آدم کشی کردن، این مسئله روش کار نشده هنوز. من هنوز روی این الان باید برم روی این بعد از این کار باید بکنم که بازتاب هاش چیا بوده، چگونه این خاتم الانبیا نقش منفی در زندگی ما بازی کرد. بعد مسئله ولیعهد داره. ببینید عزیزم، شما تمام این سلسله هایی رو که در ایران به وجود اومد، مثلا همین پهلوی که اسناد و سند بسیار در اختیار ما قرار داره در نظر بگیریم، ما هیچ گونه نمیتونیم مقایسه کنیم رضا شاه رو با محمد رضا شاه. رضا شاه یه آدم شجاعی بود، جسوری بود، توی دستش شلاق بود و در دهانش پشت خوار مادرش کار رو پیش ببرد و البته اون جسارتی هم که لازم داشت برخواست از مطالبات متراکم شده عصر مشروطه بود. اما همین آدم در 10 سال اول حکومتش کارا رو بسیار خوب انجام داد، از نیمه دوم باز دو مرتبه این پاشنه در افتاد روی همون مسئله چیز استبداد و بود. تمام رجال اساسی استخاندار رو از صحنه بیرون کرد، به طوری که خودش در انتها که اومدن رو انگلیسی ها گوشش گرفتن فردش کردن بیرون، تکیگاه مردمی نداشت. همین این تکیگاه مردمی رو محمد رضا شاه هم نداشت. حتی این دوی دربار خودش ناراضیان قد زیاد بودن که به انقلاب پیوسته بودن. بعد این مسئله رو خب بیاییم حالا به صورت وسیع‌تر بعد در نظر بگیریم. تمام این شاهان اول که اومدن مؤسس سلسله های بودن، آدم هایی بودن که در عرصه عمل کارا بودن و شما نمیتونید نادرشاه رو مثلا ببینید با اون چیزای بچه‌هاش و فرزندای بعدیش در نظر گرفت. همینطوری مثلا شاه اسماعیل رو شما نمیتونید با این یکی سلطان چی بود که آخرات نیارو که مقایسه کنید. چرا این گونه هستش؟ به خاطر اینکه این نظام ایستای سلطنت که میاد همینطوری تخمه مقدس و باید ولیعهد جایگزین اون بشه، این ولی عهدات درسته که بعضی وقتا ما عکسایی رو میبینیم که محمد رضا شاه با پدرش رضا شاه یه جایی داره بازدید میکنه و برای دیدن میره و اونم با خودش میچرخوند که کار سلطنت رو بهش یاد بده، ولی هیچ وقت نتونست جای پدر رو بگیره. تونستم یه مقداری به حضور از شب؟ بله بله، حتی یه جایی نوشتن که به یه نوعی ایشون ابراز تنفر میکرده از اینکه پدرش اینقدر قدرت و به اصطلاح قوی هست و ایشون نمیتونه هیچ وقت با اون شخصیت مبارزه کنه. خب ممنونم از شما. باز برمیگردیم به اون سوال احزاب مستقل برخواسته از پیکر ملت، اون رو اگه یه مقداری توضیح بدید. آیا منظور اینجا بهشون میگن گراس روت، یعنی چیزایی که از پایین درست شده؟ مثلا خود آقای اوباما نمونه کامل این گراس روت هست که بلد بوده که چجوری از توی کامیونیتی های کوچولو یکی یکی در خونه رفتن، تو کوچه ها صحبت کردن، مردم رو جلب کنه. آیا منظورتون اینه یا یه نوع دیگه ای از احزاب؟ سوال یه بار دیگه هم تکرار کنید. احزاب مستقل برخواسته از پیکر ملت چگونه احزابی است؟ بله ببینید، وقتی که من دارم میگم احزاب مستقل برخواست از پیکر ملت، یعنی احزاب اینه که مردم در شکلی اون از بستر جامعه روییده باشن. شما در نظر بگیرید تمام اون احزابی رو که در دوره پهلوی اومدن حاد کردن، هیچ کدومشون برخواست از پیکر مردم نبود، احزابی بودن فرمایشی و اعضاش هم وابستگی مستقیم و غیر مستقیمی به دربار داشتن و همین این احزاب این هم که در دوره مثلا این رژیم اسلامی اوردن مثل چیچگیران و یا احزاب نمیدنم اصلاح طلبان، اینا هیچ کدوم احزاب ملی نیستن، احزابی که مردم انتخاب کرده باشن نیستن. الان من دارم توی همین فیسبوک تلاش میکنم یه تعداد افرادی رو که ما تجانس فکری داریم، فکرمون با هم دیگه میخونه، دشمن مشترکمون رو میشناسیم، اینا رو جمع کنم توی گروه و بعد بهشون توضیح بدم که آقا جان فردا اگر ما بخوایم احزاب مردمی تشکیل بدیم
راهش چگونه، چگونه باید احوال رو باید بشه. خود همین فیسبوک الان در جهت شناسایی ما همدیگه امکاناتی فراهم کرده که ما همدیگه رو بشناسیم و همسو در یه سری مسائل که هستیم کنار هم جمع بشیم، حزب تشکیل بدیم. و در این همسویه ها هست، در همین این الان شما حساب بکنی همین فیسبوک امکاناتی فراهم کرده بود که من آقای سوربی رو شناختم، ببینم بله یه آدمی هستش داره فعالیت میکنه و این فعالیتش اون چیزهایی که منم میخوامم هست. خب فردا من با آقای سوربی میتونم اگر جامعه آزاد ایران بشه و بخواد حزب تشکیل بدم، من با آقای سوربی میریم یه دونه حزب تشکیل میدیم و بعد مردم دعوت میکنیم میگیم آقایون خانوم ها ما چنین اهدافی رو داریم، 1 2 3 4 5 6 درباره اونا تبلیغ میکنیم و سعی میکنیم هوادار جمع کنیم، یعنی میتکلید اعضا، و هرچی اعضا من بیشتر باشه که در همین این اهداف یعنی تو اساسنامهش می نویسیم که ما چیا می خواهیم و بعد از بطن جامعه این افراد می کنیم، نه اینه که مثلا آقا اون بالا نشسته 2 نفر اون بفرسته و 1 یا 4 نفر اون رو بفرسته، این که نشون که حزب من درباره حزب یه داره مطلب نوشتم، اگه لازم بود در جلسه بعد اون مطلب رو می خونم که احزاب مردمی دارای چه سرشتی. بسیار ممنونم. اگه خود شما صحبتی دارید بگید، اگر نه این رو واگذار به اصطلاح میذاریم برای برنامه آینده. ولی باز از دوستان عزیز میخوام که اگر پرسشی دارن یا مستقیما با خود شما تماس بگیرن یا شماره تلفن و ایمیل و اینها رو در حین برنامه دیدن با من تماس بگیرن تا بتونیم این برنامه ها رو به یه جایی برسونیم که این چیزی که شما میگید در رابطه با فیسبوک و احزاب الان دیگه یه چیزی هست که شده، یعنی دیگه ما نمیتونیم بگیم بابا ایشون داره آرزو و دریم و اینها صحبت میکنه. توی ماجرای مصر یک آقای خیلی جوان، جالب اینجاست که از آمریکا با فیسبوک به اصطلاح اون قیامو انجام داد، بعدش اون کشورهای دیگه هم ماجرای بهار عربی هم یکی یکی همین فیسبوک به اصطلاح باعث ارتباطشون شد و نایزاش که دولت‌های دیکتاتوری مردم رو یا جنبش مردم رو از بین ببره. ولی یه صحبتی که پیش میاد، بعضی وقتا دیدیم مثلا در حتی فلسطین یا در لبنان، وقتی که خیلی هم میگیم مردم مردم، بعد چون این مردم آموزش کامل ندیدن، معمولا انتخاباتی که انجام میشه با وجودی که آزاد هست و احتمالا درست هم انجام شده، ولی ماجرا به این ختم میشه که کسی رو انتخاب میکنن که اون به اصطلاح دوباره فرقی با قبلی ها نداره. یا مثلا در ماجرای لبنان کسی رو انتخاب کردن که چون این کمک کرده، حزبی رو انتخاب کردن که چون کمک کرده بود به مردم فقیر و فقرا، معمولا تعدادشون زیاده و خانواده های پر جمعیت، این حزب الله و حماس اونجا توی نمیدونم اینها برنده شدن. بعد مردم گفتن خب بفرما، اینم نتیجه آزادی و انتخابات آزاد. در اون مورد چی فکر میکنید؟ آیا کلاس هایی هم برای این احزاب گذاشته میشه که آموزششون بدن؟ بله، ببینید ما درباره همین این نقش احزاب به عنوان اهرم اداری جامعه مدرن هم کمکاری کردیم. شما الان شما سراغ دارید کسی که درباره نقش احزاب بیاد صحبت نشد، من برخورد نکردم، یا اگر هست من ندیدم. و این مسئله ای هم که شما میگید در ایران شده، نه به عنوان مثال من یه مثالی بزنم. من 2 تا 3 تا گروه گردن کلفت دارم که از 5-6 سال پیش اینا رو تشکیل دادم و در یکیش مثلا بیش از 92,000 نفر آدم هست، در یکی دیگهش 80,000 نفر آدم هست. در صفحه خصوصی خودم هم یه چیزی معادل 5,000 نفر عضو وجود دارن، یعنی این که تو لیست سارمان یه تعدادی از اینها به مسائل سیاسی میپردازن و درباره مسائل اسلام غیره. بارها به اینا پیشنهاد کردم عزیزم این مطلبی رو که شما در صفحت میگذاری در این گروه هم بذار تعداد بیشتری از این آگاه بشن. همکاری نمیکنن. چرا نمیکنن؟
یا من هنوز بهشون توضیح ندادم، به یکی دو تاشون تو این چت خصوصی بهشون توضیح دادم، گفتم عزیزم شما این مطلبتو بذار اونجا، فردا اگر ما بخوایم حزب تشکیل بدیم همین افرادی که با هم دیگه داریم درباره این طور مسائل اشتراک فکری داریم و بحث می‌کنیم میتونیم گرد هم جمع بشیم حزب تشکیل بدیم. بنابراین درباره حزب باید بحث کرد. من بارها این گروهام رو لوگوش رو گذاشتم توی صفحه‌هاشون، گفتم آقا جان بعد از این مطالبت رو تو این گروه‌ها هم بگذار. هر جور دارم میگم یه جوری تفره میرن، یکیش میگه باید پسرم بیاد از پسرم بپرسم، اون یکی میگه که آره من تلاش کردم نشد. میگم آقا جان شما میری از تمام سوراخ سوبه‌های اینترنت مطلب پیدا می‌کنی، ویدیو پیدا می‌کنی، میاری روی صفحه خودت اشتراک گذاری می‌کنی، خب همون رو روی صفحه منم بگذار دیگه، دریچه اشتراک گذاریش که بازه. نه تو این گروه هستم بگذار و بذار اونجا 80,000 نفر آدم میان اونو نگاه میکنن، بحث میکنن، مطلب بنویسن و شما هم جوابگو باش و در این جوابگویی ها هستش که یواش یواش نطق و بیان باز میشه از یک سو، و از دیگر سو با شیوه های استدلال و استنتاج آشنایی پیدا میکنی و تلاش میکنی که بتونی بهتر اینا رو قانع کنی. هنوز صورت نگرفته، ما نمیتونیم به گروه خود رو جمع کنیم، تنها مثلا یه تعدادی سلطنت طلبه ها هستن همدیگر رو با همدیگه دارن جمع میکنن، با هم گروه دارن تشکیل میدن که محصولش هم همون اون چیزی بود که ولیعت بلند شد رفت یه دونه چیز باز کرد و آخر سرم پوچید شورای ملی. بله چرا پوچید؟ به خاطر اینکه یه تعداد عناصر ناهمگون رو در اونجا جمع کرده بودش که عموماً به دنبال اون آخر و چرب سلطنت بودن، بعد دیدن بابا این مسئله مثل که خبری نیست، این پول سر که سرش حله میکنه، پراکنده شدن. بسیار عالی، ممنونم از شما. اگه خواستید اون گروه ها رو اسماشون رو برای من بنویسید، همینجوری که در حین برنامه صفحه فیسبوک شما رو نشون دادم اونها رو هم نشون میدم. بسیار خوب، این لوگوی این رو من روی همین صفحه خصوصی شما میگذارم. بسیار عالی. حالا متاسفانه چون صفحه خصوصی شما خصوصیه و دریچه اشتراک گذاریش باز نیست که من بتونم مثلا مقالات بلند رو بگذارم با ویدیوش بگذارم، ناگزیرم بگذارم زیر همین این پستایی که به صورت مختلف. نه نه نه، در قسمت مسیج شما میتونید برای من بفرستید مستقیما، یا به من بگید که گذاشتید روی صفحه خودتون، من اون رو میذارم اونجا. یکی از مشکلاتی که ما داریم همینه. حالا اون دوستانی که 70-80,000 نفر دارن من نمیدونم چجوری هندل میکنن یا چجوری این رو اجرا میکنن، ولی من باز گذاشتم و دیدم متاسفانه محشر کبرایی شد و هی به من شکایت و فلان، آقا دیدی فلانی چی نوشت؟ میگم بابا من اینجا باز گذاشتم مثل یه پارک، قرار نیست که شما بیان. اون یکی میگفت که اینجوری گفته اونجوری گفته، اینه که من اون قسمت عمومیش رو بستم ولی قسمت خصوصی که برای من پیام بفرستید همینجوری که امروز صبحم با هم تماس گرفتیم بازه. شما لطف کنید همونجوری که اون مقاله رو گذاشته بودید بذارید، بگید الان گذاشتم روی صفحه خودم، من از اونجا شیر میکنم. بازم ازتون ممنونم. من میکنم که اونا در واقع تبلیغی هستش برای این گروه. گروه یعنی چی؟ یعنی اینه که جمعیتی بزرگ در اونجا هستش، هر کی مستقل برای خودش میتونه مطلبشو بگذاره. من درسته من دارم مدیریت میکنم، مدیریت در اینجا میکنم که شما ببینید هر روز من میرم این سه تا سفر رو نگاه میکنم، چهار تا سفر رو نگاه میکنم و صفحه های دیگرم که منو بردن آدمین کردن اونا رو نگاه میکنم، میبینم که یه تعدادی از این ویدیوهای مستعجل بردن گذاشتن اونجا که عموماً هم این پاکستانی اسمای پاکستانی دارن و در روز ده ها تعدادی از اینا رو من پاک میکنم، حذفشون میکنم، ولی گروه رو اینجا من دارم اونجا فعال نگه داشتم که هر کس بتونه مطلبشو بیاره بگذاره در بین جمعیت بزرگ. این دوتا گروهی رو که من الان تشکیل دادم جز به گروه های سیاسی ما بزرگترین گروه های سیاسی هست. بله اسماشون ساده هست میشه بگید الان؟ اسماشون اگه ساده هست بگید. یکیش مثلا استقلال که اونجا نوشتم کهنبوم ایران، استقلال کهنبوم ایران خط سرخ ملت، یکیشونه، یکی دیگهش کلبه امیده، یکی هم ایران یا اسلام. اینا رو حالا من لوگوشون رو میگذارم اونجا، یه متنم بالاش مینویسم که به دوستان دعوت میکنم که آقای خانم ما مطالبی رو که در صفحاتو میگذارید توی این گروه هم بگذارید. بسیار عالی، تعداد بیشتری اون رو بخونن. بله ممنونم از شما. با آخر برنامه رسیدیم، جلسه بعد باز
به بخشای دیگه از این مقاله میبرم. حتما. من هم از دوستان خواهش میکنم اگر این مقاله رو دارن که مطالعه کنن، پرسشی اگه هست مطرح کنن، اگر ندارن یا از من یا از شما اون رو بگیرن بخونن و با ما در تماس باشن. مرسی که با ما بودید، ممنون از شما. قربان شما برم. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابنده بودیم از کلن آلمان. اگر شما هم پرسشی دارید میتونید مستقیما با خودشون با همون صفحه فیسبوک در تماس باشید و خیلی هم دیدم از لحاظ پاسخگویی و اینها مرتب هستن و به موقع. وقت امروز ما به پایان رسید و چون آقای اجلالی رو امروز نداریم، معلوم نیست تا چند هفته هم نداشته باشیم، برنامه ها به این صورت: بعد از این برنامه آقای شبستری، بعد آوا، ارشاد، رادیو کیان ایران، آقای مینویی. برنامه آقای مینویی ساعت 6:30 از تلویزیون E2 پخش میشه. من از اونجا ضبط میکنم، روی یوتیوب میذارم، روی وبسایت خودشون هنوز متاسفانه ندیدم. وبسایت خیلی ساده ای هم دارن، parvizminui.net. بعد هر روز هم اینجا پخش میشه در ساعات مختلف تا هفته دیگه چهارشنبه. اگر مایل هستید مهمان برنامه آقای مینویی باشید، با خودشون تماس بگیرید. اگر مایل هستید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم، با ما تماس بگیرید، با ما یعنی من تماس بگیرید و حتما ترتیب این کار داده میشه. و من بارها گفتم اگه من میتونم صحبت کنم اینجا، شما هم میتونید و کار خیلی آسون شده، وسایل خیلی الان دیدید ما از اینجا به کلن آلمان. البته در ویدیوی آقای یزدان خدابندلو یه اشکالی هست که اولش خوبه، بعد تصویر عوض میشه. نمیدونم دوربین ایشون اشکال داره یا اینترنت ایشون. باید یادم باشه بگم حتما حتما وقتی که میخوان با ما تماس بگیرن، حتی اون تلفن دستیشون رو هم از اینترنت منزل جدا کنن و بالاخره اون چیزی که لب کلام هست، اصل مطلب گفته میشه با همون صدا کافیه. ولی خب اگه تصویرم بهتر باشه، بهتر به چشم و مغز شما بینندگان میرسه. از شما دوستانی که در صفحه فیسبوک لطف میکنید، میاین میخونید، ویدیوها رو تماشا میکنید، نظر میدید، ممنونم. اقل از اون یه خواهش بزرگ دارم که لطف کنید ویدیو رو نگاه کنید بعد نظر بدید، فقط به اون تیترش نخونید و نظر بدید. یکی دیگه هم این که اگر امکان داره همینجوری که ایشون گفتن، شما هم ویدیوهای ما رو روی صفحات خودتون، روی گروهایی که میشناسید، اگه بهتون اجازه میدن، به اصطلاح منتشر کنید، نشر کنید، پخش کنید. باز هم از شما ممنونم. به امید دیدارتون روز جمعه. روز جمعه با کانون آوا هستیم، دو تا مهمان داریم این هفته. روز جمعه ساعت 12 برنامه شروع میشه و دوستان در کانون آوا میان صحبت میکنن. بازم از مجاهدین که با اسمهای مختلف این برنامه حقیقتا خودشون رو قایم کردن، دعوت میکنیم که بیان از تلویزیون مردم استفاده کنن و این کارهای زشتی که انجام دادن به اینجا رسیدن که مجاهدین که 50 سال پیش با اون اسم و عظمت شروع شد، امروز به اینجا برسن که حتی اگر اسم آفتاب کاران رو به خودشون میذارن، دوستان بگن اینها آفتاب داران هستن. آفتاب دارا دیگه شما میدونید کیا هستن، معمولا توی چی میگفتن، مال این مسجدا و اینها، یادم رفته اصلا اسم قسمت اون توالتای عمومی و اینها، اون کسایی که آفتاب دار بودن چی میگفتن. ممنون و متشکر و باز هم با هم خواهیم بود به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما خوش.